امشب در 24 گرد همایی ایرانیان در تورنتو. جشنواره تیرگان هر سال بزرگتر میشه. از تورنتو کانادا این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. از تورنتو کانادا گروهی از ایرانیان اینجا در تورنتو جمع شدن و جشنواره تیرگان رو برگزار میکنن. قراره که این برنامه به مدت 3 روز ادامه داشته باشه. همکارم سمیرا قرایی از دیروز اینجا بوده و لحظه به لحظه داره پوشش میده خبرهای مربوط به این جشنواره یا فستیوال رو. چطور بود حالا هوا؟ امروز که من رسیدم هوا حداقل خیلی بهتر از دیروزه. آره هوا خیلی بهتره. دیروز خیلی بارون عجیبی میومد و زمانی که برنامه حالا ویژه برنامه های ایران اینترنشنال میخواد شروع بشه یک طوفان شدیدی شد. برنامه موسیقی گروه رستاک هم یه دقایقی به عقب افتاد و چون برنامه ریزی داشتن اون یک ساعت در واقع از اون یک ساعت کمتر تونستند که بنوازن. فرد من فهم میکنم خیلی بلند وایسادم، یه ذره ناراحتم که قدم بلند شده، ولی آره گروه رستاک دیروز در واقع افتتاح کردن جشنواره رو. آقای مهرداد آریانژاد از مدیران سازمان تیرگان یک سخنرانی رو انجام دادند و نکته جالب، خب به هر حال گروه رستاک از داخل ایران میان، کارشون رو در داخل ایران شروع کردند و خب از این نظر گروه جالبی هستن، یعنی گروهی نیستن که خارج از ایران به شهرتی رسیده باشن یا شهرتشون رو در واقع مدیون ایرانی‌های خارج نیستن. تصاویری هم که می‌دیدم این ورانور خیلی هزار به وجد اومده بودن. دقیقا. حتی تصاویری به من درس کرده که نشون میده بعضی از همکاران هم خیلی به وجد اومده بودن. دقیقاً همینه. مدل موسیقی که دارن، موسیقی نواحی و محلی که اجرا می‌کنن، خب خیلی همه ما رو، حالا چه کرد باشیم چه لور باشیم چه ترک، همه ما رو با موسیقی سنتی اقوام مختلف به وجد میاره. یک نکته جالبی اتفاق افتاد دیشب در این کنسرت و این در انتهای کنسرت که ما هم به شکل کامل پخش کردیم، رقص گروه بچه‌های گروه رستاک بود. داشتم میگفتم که اینا از ایران میان، این نکته رو یادمون نره که اینها در ایران وقتی که اجرا میکردن به شکل مداوم و همین مثلا موسیقی کردی که اجرا میکردن رو نمیتونستن پاشن کنار هم کردی برقصن. زن و مرد دو تا عضو خانوم داره این گروه و دیشب این اتفاق افتاد و اینها کنار هم رقصیدن، کردی رقصیدن دست در دست هم. هیچ کدوم اینها رو نمیتونستن تو ایران انجام بدن و اینها ممنوع بود در ایران و خب این به نظر من نکته جالبی بود. در حین کنسرت هم خب شعارهای زن زندگی آزادی رو میتونستیم بشنویم که خب به هر حال این سایه انداخته بود. در صحبت‌های آقای آریانژاد هم این مسئله رو بهش اشاره کردن. پیش از اون هم یک مراسم فرش قرمزی بود که بسیاری از چهره‌های سرشناسی که قراره در این تیرگان حاضر باشن اونجا بودن. چهره‌های سرشناس زیادی رو دعوت کردن. سازمان تیرگان بسیار با برنامه‌ریزی مفصلی امسال دارین رو برگزار میکنه. آخرین سال 2019 بود، به خاطر کووید این برنامه رو اجرا نکردن و خب حالا بعد از اون چه که ما در یک سال گذشته پشت سر گذاشتیم، اون تجربه گرد همایی های ایرانی های خارج رو که پشت سر گذاشتیم تماشا کردیم، دوباره قراره که ایرانی ها این 3 روز اینجا جمع بشن. تخمین میزنن نزدیک به 200,000 نفر در این 3 روز به این منطقه بیاند، حالا چه برنامه های موسیقی رو بخوان دنبال بکنن، تماشا بکنن، چه ورکشاپ های بسیار زیادی اینجا داره برگزار میشه برای بچه ها، آشنایی با زبان فارسی، آشنایی با فرهنگ ایرانی، ورکشاپ یا در واقع کارگاه رقص و شادی برای بچه ها و کلا برنامه های مفصلی رو تدارک دیدن. این کارگاه که اشاره کردی به نظرم نکته جالبیه، چون کنسرت و همایش ایرانی کم نداریم بالاخره در نقاط مختلف دنیا، ولی دست کم من به یاد ندارم چیزی به عظمت و نظم و ترتیبی که تیرگان برگزار میکنه دیده باشم جای دیگری. حتی شهرهای بزرگ که ساکنان ایرانی زیادی دارن مثل لس آنجلس یا حتی نیویورک من ندیدم همچین چیزی. و اینا هم فقط کار موسیقی و سرگرمی نیست، همونطور که خودت هم اشاره کردی ورکشاپ های مختلفی دارن، گردهمایی مختلفی دارن، خیلی فستیوال
کاملی هست برای ایرانی‌ها. همه جانبه، یعنی از هر زاویه‌ای برای ایرانی‌ها، حالا چه خانواده‌های ایرانی که بچه دارن این بچه‌ها رو برای این ورکشاپ‌ها میارن، چه حالا افراد دیگه غیر خانواده، زوایای مختلف نیازهای یک فرد ایرانی در غربت و در واقع ایرانی‌های در دیاسپورا رو ارضا می‌کنه این مؤسسه با این برنامه‌هایی که چیده. مهمترین و بزرگترین ایونت یا رویداد ایرانی هست در خارج از ایران و خب تیرگان به هر حال جشنیه که جشن بسیار کهنی هست در فرهنگ ایرانی و خب یک جاذبه ای شده در تورنتو که بسیاری، من با آقای آریا نژاد دیروز صحبت می‌کردم، میگفت که خیلی ما مسافر از آمریکا داریم، یعنی از ایالات‌های مختلف در آمریکا به جز کانادا، یعنی در آمریکای شمالی فقط صرفا از کانادا نمیان، حتی میگفت از اروپا هم ما مسافر داریم. به هر حال یک صنعت توریسم رو هم در تورنتو تا یه حدودی میچرخونه، چون غرفه های غذا اینجا برپا میشه، خب این افراد میان هم اینها رو خرید میکنن، هم بعد هتل بمونن، پول خرج میکنن و این برای توریسم تورنتو هم به هر حال یک جذابیتی داره. ولی در مجموع همونطور که میگی بحث فقط موسیقی نیست، هم برگزاری ورکشاپ ها، برگزاری نمایشگاه های هنری، نمایشگاه های عکس. فردا مثلا قراره که هم راجع به دریاچه ارومیه، راجع به خشکسالی دریاچه ارومیه صحبت بکنند، راجع به یک نمایشگاه عکسی برگزار خواهد شد اونجا. و بعد امروز یک کنفرانسی برگزار شد، آی بریجز، که خانم انوش انصاری حاضر بود، چهرهای سرشناسی در حوزه تک، افرادی که آنترپرنور هستند، تعداد خیلی زیادی. من در آی بریجز شرکت کردم و خیلی آدم‌های سرشناس از کانادا که استارتاپ‌های موفقی رو راه انداختن حضور داشتند. خانم انصاری هم بود، باش صحبتی کردیم که فهم کنم حالا بعدتر شاید در روزهای دیگه پخش بشه. یک بنیادی رو درست کرده، بنیاد ایکس پرایز، راجع به اون با هم صحبت کردیم که چطور از استارتاپ‌های مختلف از جمله ایرانی‌ها حمایت می‌کنه. این داره در کنار این کنسرت و رقص و اینها برگزار میشه. فردا یک کنفرانس بسیار جالب سیاسی تئوریکی قراره برگزار بشه راجع به نخبگان و بحث ایران و دولت، یعنی نسبت دولت و نخبگان تو دانشگاه تورنتو. تو دانشگاه اتفاقا برنامه ما فردا از همونجا خواهد بود، مفصل پوشش میدیم. از میرن از دوران قبل از قاجار شروع میکنن و میان ببینن که چگونه در این سالها، در این دهه ها به جمهوری اسلامی هم میرسند، دستخوش تغییرات شده رابطه نخبه با دولت و خیلی اون هم بحث جالبی هست و خیلی مفصله دیگه. بسیار مفصله. شهر خوبی هم به نظرم انتخاب کردن، برای اینکه آره ایرانی ها تو مثلا لس آنجلس، تو استانبول، تو دبی، تو نیویورک، اندازه تو همون هولوش خودمون تو واشنگتن دی سی، حالا بیشتر هومه ویرجینیا هستن، ولی اینجا خیلی حضور پررنگ تری دارن. یعنی خیابان معروف یانگ رو که میری پر است از پوسترها و بنرهای کسب و کارهای مختلف ایرانی، هر کوچه‌ای که میری بالاخره کسب و کار ایرانی رو میبینی. برای من اینجا خیلی بیشتر شبیه ایرانه تا مثلا جای مثل وست‌وود در لس آنجلس. مثلا اونجا هم ایرانی زیادن، ولی ایرانیایی هستن که معمولا فقط قبل از انقلاب اومدن. اینجا همه تیپ ایرانی میبینی. حرم هستن ظاهرا ایرانی ها اینجا به خاطر اینکه دیرتر مهاجرت کردن. ببین من دفعه دوم میام تورنتو، دفعه اول اومدم که یک تظاهرات بسیار بزرگی 50,000 نفری اینجا برگزار شد. این دومین برخورد من با این شهر، هر دو هم عجین شده با یک جمعیت انبوه ایرانی که میان حالا اون سری برای حمایت از مردم ایران، ستایش و شهامت زنان و دختران، امروز هم میان برای پاسداشت یکی از سنت‌ها و جشن‌های بسیار قدیمی ایرانی. خب این نشون میده که این شهر حداقل برای منی که تجربه محدودی دارم چقدر وابسته است به ایران. و حالا اصلا فرداد بچگیمون نمیدونم چقدر برای تو هم اتفاق میافتاد، مثلا فامیلا همه، اونی که میرفت همه میومدن کانادا و کانادا مثلا برای من در کودکی بدل شده بود به یه اسم رمزی که خب خیلی از فامیلامون وقتی که مهاجرت میکردن میومدن کانادا و چه تو ذهنت فکر میکردی این کانادا کجاست که مثلا فامیلای ما دارن تک تک از ما دور میشن و میرن اونجا. تو این سال اخیر هم دروازه گشاده تری برای مهاجران داشته انصافا تا ایالات متحده. خیلی هم گوناگونن ایرانیای اینجا، خیلی بروزترن، روابطشون فهم میکنم با داخل ایران
پایدارتر و مستدامتره در قیاس حالا مثلا با ایرانیای کالیفرنیا که خب جمعیت اونها هم خیلی زیاده و همین مدل مغازه ایرانی که روش فارسی نوشته صرافی، بانک، کبابی، اینا رو تو لس آنجلس هم می‌بینیم، اینجا هم که در خیابان یانگ حسابی مفصل هست. ممنونم از تو سمیرا قرایی، جای خیلی دوری نرو، امیدوارم در آخرای برنامه دوباره بتونیم بیام سراغت. سمیرا قرایی همکارم اینجا در روبروی هاربر، درست میگم؟ هاربر فرانت در کنار رودخانه آنتاریو، یکم دورتر از ما هم جزیره تورنتو هستش که اونم جای دیدنی هست در این شهر. اجازه بدید با هم بخشی از اجرای گروه رستاک رو که همکارم سمیرا هم بهش اشاره کرد در افتتاحیه جشنواره تیرگان ببینیم. بخشی از اجراهای دیشب رو میدیدید در مراسم افتتاحیه جشنواره تیرگان اینجا در تورنتو کانادا، جایی که هزاران هزار ایرانی برای شرکت در این فستیوال بزرگ ایرانیان جمع شدن. همطور که سمیرا قرایی همکارم هم چند دقیقه پیش اشاره کرد، فقط موسیقی نیستش که این جشنواره رو تشکیل میده، فعالیت‌های مختلفی اینجا در جریان هست، ورکشاپ‌های مختلفی در طی 4 روز فستیوال که 3 روز دیگه‌اش باقی مونده در جریان هست و همینطور مراسمی برای همایش‌های مختلف فرهنگی و سیاسی. تینوش نظم‌جو، مترجم، ناشر و کارگردان همینجاست و همین حالا به ما پیوست. آقای نظم‌جو خیلی ممنونم که تشریف آوردید. شما در زمینه‌های مختلف هنری بالاخره دست دارید، چه در تئاتر چه در سینما. فکر می‌کنم این یک موقعیت استثنایی است، اینطور نیست جشنواره این چنینی که فقط روی یک موضوع خاص هم تمرکز نمی‌کنه، موارد مختلفی رو داره پوشش میده. بله، آره، من دفعه اولی که در واقع اومدم برای این جشنواره به خاطر نمایشگاه کتابی که داریم و خب بسیار جالب دیگه، یعنی نزدیک هستش به اون فضا و جشنواره هایی که توی داخل کشور تجربهش می‌کردیم تا الان و خارج از کشور کمتر می‌بینیم. ولی داخل کشور بالاخره یک سرزمین با نزدیک بالای 70 میلیون نفر ایرانی، در خارج از کشور این همه جمعیت رو بشه منسجم جمع کرد در یک جا کار راحتی نیست. چه تفاوت‌هایی می‌بینید اینجا بین فرهنگ ایرانیان خارج از کشور و داخل؟ خب فرهنگ، تجربه که من داشتم در طول این سالها به خصوص با نمایشگاه کتابایی که حالا داشتیم و توی تمام شهرها داشتیم، چون هر سال ما تقریبا 20 تا 30 تا شهر رو با نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور میریم، اینه که ایرانیان هر کشوری توی جای متفاوت به خصوص توی اروپا که تجربهشو داشتیم با هم متفاوتن، خود فرهنگ خودشونه دارن هر جا، و آره انگار که مثلا فرهنگ خود اون کشور رو خیلی، یعنی مثلا ایرانیای فرانسه شبیه فرانسوی هستن، مال انگلیس همچنین، مال کشورهای اسکاندیناوی هم
همچنین یه مقدار به بازه زمانی مهاجرت هم فکر کنم ربط داره. اینطوری همین پیش پای شما داشتم با همکارم سمیرا حرف می‌زدم، میگفتم اصلا حال و هوای ایرانیای لس آنجلس یکم با تورنتو فرق می‌کنه، با اینکه همه ایرانی هستن دیگه، ولی به خاطر سال‌هایی که مهاجرت کردن فرهنگی یکم متفاوته. اینطوری نیست؟ برای خب فرهنگ خود کانادا هم با آمریکا فرق می‌کنه در واقع، ولی درسته تفاوتی وجود داره از نظر اینکه حالا شما کی اومده باشین، چه جوری در واقع فکر بکنین، چقدر به ایران و فضا ایران نزدیک یا دور باشین از نظر مهاجرت، همه اینا هستش. ولی خب بزرگترین تفاوت واقعیتش رو بخواین اینه که برای اینجا یه فضای آزادتری داریم برای کار کردن. یعنی شما اونجا که کار می‌کردین، چه توی تئاتر چه توی بخش ادبیات، همیشه این شمشیر دموکلس سانسور روی سرتون بود و همیشه مراقب بودین که چه جوری باید کارتون رو انجام بدین، چه جوری باید از شر در واقع سانسور در این دسته که اینجا این مشکل نداره. برنامه مختلف اینجا دارن در این 3-4 روز، کدومه که برای شما بیشتر جلب توجه کرد؟ ما که روز اوله در واقع که اومدیم، حالا بعد روزهای بعدی رو ببینیم. ما خودمون داریم این نمایشگاه کتابو که برای ما خیلی مهمه آماده می‌کنیم که فردا شنبه و پس فردا یک شنبه خواهد بود. ما از خود کتابایی که بیشتر در بیرون از ایران چاپ شده، همه‌شون کتابای بدون سانسور هستند. آره، کتابای ناشرا در واقع اومدن. ما دو تا ناشر هستیم که از اروپا اومدیم، از آلمان و ما نشنا کجا از پاریس، و ناشرای دیگه‌ای که توی آمریکا هستن کتاباشون رو فرستادن، ناشرایی که توی کانادا هستن. یعنی اکثر ناشرایی که تمام این سال‌ها بدون سانسور کار کردن، یعنی تمام کتابایی که تو ایران در واقع سانسور می‌شده یا توقیف می‌شده رو چاپ کردن خارج از کشور، با کتاباشون دارن میان اینجا که این دو روز در واقع بتونیم در دسترس مخاطبینی که میان و حالا میان کنسرت ببینن، میان نمایشگاه‌های دیگه رو ببینن، قرار بدیم و ببینین رابطه‌شون با کتاب چی هست. چون به موضوع نشر اشاره کردید، می‌خوام اینو ازتون بپرسم. در ایران موضوع سانسور هست، ولی بالاخره یک بازار بسیار گسترده‌تری هست، یعنی مشتری خریدار کتاب احتمالاً فارسی زبان بیشتر هست. در خارج از ایران خب چالش‌ها زیاده، چطور می‌بینید کار نشر کتاب فارسی رو در خارج از ایران؟ این سالهای اخیر یه مقداری عوض شده، به خاطر این سالهای اخیر یه مقداری به خاطر بالا رفتن قیمت کتاب در ایران تعداد تیراژ ها حتی خیلی اومده پایین تر. یعنی یه موقعی بود که کتاب حتی میتونست یه چیزی باشه که مردم خیلی راحت تر میخریدنش و لزوما نمیخوندنش، نگارش میذاشتن تو کتابخونه شون میذاشتن. الان انقدر قیمت کتاب بالاست که تیراژ ها اومده پایین، چون برای انقدر فروش نداره. به همین دلیل تقریبا میتونم بگم کار ما ناشرای خارج از کشور خیلی متفاوت نشده با کاری که داخل کشور میکنن، چون ما هم مثل اونا داریم کتاب‌های منتشر می‌کنیم که می‌دونید کتاب یه محصول فرهنگی به این معنی که همین الان قرار نیستش مصرف بشه و تموم بشه. کتابو شما می‌نویسین و سال‌ها بعد الان می‌بینیم مثلا ما کتابای 30 سال 40 سال پیش که منتشر شده بود باز هنوز داریم می‌خونیم و حتی بیشتر از اون زمان هم حتی می‌خونیمش. به همین دلیل کار ما چون در طولانی مدته و همچنان به خاطر اینکه این رابطه از نظر تکنولوژی، این رابطه کتاب الکترونیک رو با داخل کشور داریم و اینکه حالا کتابایی هم که ما اینور منتشر می‌کنیم خیلی زود وقتی کتابایی هستن که مخاطب زیادی دارن فوری اونجا به صورت زیرزمینی در واقع چاپ میشن و چاپ آفسایت میشن. جالبه، یعنی کتابی که فارسی که در خارج از ایران چاپ میشه عملاً قاچاق میشه به داخل ایران. آره خیلی زود، یعنی در واقع اینا میان نسخه الکترونیک و پی دی افش رو از ما میگیرن و خیلی راحت اونجا چاپش میکنن و به از نظر تجاری ولی کار سخت نیست. خب اون پی دی افی که میره ایران طبیعتاً حد میزنن برای شما درآمدی نخواهد داشت دیگه. در خارج از ایران هم بالاخره خیلی اوقات بین خصوص حتی همکاران روزنامه‌نگار من میبینم که پی دی اف کتاب‌های مختلف رو به هم میفرستن و مطالعه میکنن. از نظر تجاری چقدر کارو سخت میکنه؟ کاملا کارو سخت میکنه. برای همین هستش که مجبوریم هی کتاب به دوش باشیم، هی بریم از این ور اون ور، چون مجبوریم که به هر حال اون مقداری که لازم هست برای اینکه بتونیم ادامه بدیم به کارو خارج از کشور و با مخاطب خارج از کشور در واقع پرش کنیم. یه جورایی مخاطب خارج از کشور داره جور مخاطب داخل کشور رو از نظر حالا مالی میکشه برای اینکه اونا بتونن دسترسی مجانی یا خیلی ارزون داشته باشن و اینجا بشه کتابو به قیمت عادیش در واقع. به جز فستیوالای این چنینی، به راه‌های دیگر فروش کتاب معمولا چی هست؟ آیا مثلا از پلتفرم‌های مثل آمازون اینا هم استفاده می‌کنید؟ ما از آمازون استفاده می‌کنیم، ولی آمازون خیلی پلتفرم خوبی برای هیچ کدوم از ناشران مستقل نیست. درصد زیادی میگیره. خیلی درصد زیادی میگیره. آمازون اصولا پلتفرم خوبیه برای اونایی که 30,000 تا 40,000 تا چاپ می‌کنن، براشون به صرف است. ولی یه ناشر مستقل که با تعداد کم در واقع داره کار می‌کنه، پلتفرم خوبی نیست. ما راه‌هایی که داریم همینه، اینه که جلسات بسیار زیادی رو برگزار می‌کنیم، سعی می‌کنیم تو هر شهری که میریم یه مقداری آدمای فرهنگی رو در واقع
ترغیب بکنیم که یک کتاب فروشی حتی کوچیک بزنن. اگه این سیستم پخش کتاب وقتی خیلی خوب خواهد شد خارج از کشور و وقتی مشکل سانسور خیلی راحت تر خواهد شد که توی هر شهری بشه حتی یک کتاب فروشی کوچیک. ولی میدونی حتی تو انگلیسی هم همین که مثلا آمریکای شمالی کتاب فروشی‌های مستقل و کوچک همینطور دارن بسته میشن و شکسته میشن به خاطر اینکه همه از رو آمازون خرید میکنن. آره دقیقاً بازار سختی انصافا بازار کتاب. آره آره بازار سختیه. ولی خب میگم مثلا شما فرض کنید ما تو که توی فرانسه هستیم توی پاریس خیلی میان از کتاب فروشی خود ناکجا که به زبان فرانسه هم هست فرانسوی ها میان خرید میکنن و میگن ما نمیریم رو آمازون خرید بکنیم، ما ترجیح میایم بریم از یه کتاب فروشی بخریم. یعنی این یه حس شهروندی هم وجود داره که اتفاقا بین ایرانی ها میتونه خیلی قوی تر باشه تا حالا بین فرانسوی ها که بیان و به خودشون بگن ما کمک میکنیم، ما نمیریم چیزا از آمازون بخریم، ما میایم مستقیما میگیریم. این کمک و این همبستگی اجازه خواهد داد که میگم دیگه که اجازه بده که ناشرا بتونن بهتر کار بکنن، کتاب بیشتری منتشر بکنن، بتونن از خط سانسور بگذرن. توی لندن یکی دو تا کتابخانه یا کتاب فروشی این چنینی هست، توی لس آنجلس خیلی زیاده، اما خیابون وست‌وود که اشاره کردم چند تا کتاب فروشی هست، شاید معروف ترینش مؤسسه کتاب هست، نمیدونم منوز هست یا نه، نمیدونم شرکت کتاب. بله نمیدونم شما تورنتو رو چقدر گشتید، اینجا دیدید آیا کتاب فروشی؟ آره اینجا هم دو سه تا کتاب فروشی هستش که خیلی خوبه که اتفاقا اکثرشون حضور دارن امروز، یعنی میان با کتاباشون، هم ناشرن هم کتاب فروش هستن. اتفاقا اینجا بهتر از آمریکاست چون شرکت کتاب متأسفانه مجبور شد کتاب فروشیشو ببنده و فقط اتفاقا روی اینترنت کار میکنه. میگم دیگه خیلی بستگی به این داره که مخاطب فارسی زبان چقدر در واقع براش مهم باشه، چقدر بیاد. الان شما صحبت میکنین درباره مثلا کودکان، خیلی مهمه که کسایی که مثلا ایرانیایی که میخوان زبان فارسی رو برای بچه‌هاشون نگه دارن بیان تو کتاب فروشی کتاب کودک بزن به زبان فارسی بگیرن. برای این زبان ما یک جورهایی میهن ماست دیگه، اون چیزی هستش که ادامه خواهد داد به نسل بعدی، به نسل بعدی، اگه نسل همه ایرانیایی که بعد از چندین و چندین سال اومدن خارج از کشور زبان رو از دست بدن، یه فرهنگ رو از دست میدن کاملا. برای همین خیلی مهمه که بیان توی کتاب فروشی ها، بیان توی نمایشگاه کتاب ها بیان و کتاب ها رو ببینن و کتاب ها رو برای بچه هاشون بگیرن، برای خودشون بگیرن. میگم این همبستگی حرف اول رو میزنه. ممنونم و شما هم به شکلی روبروی این جبهه وایستادید. ممنونم از کارهایی که انجام میدید و خوشحالم که از نزدیک هم شما رو زیارت کردم، تینوش و نزدیک مترجم ناشر و کارگردان اینجا در فستیوال تیرگان در تورنتو کانادا. سپاسگزارم از شما. همچنان بیننده پوشش ویژه ما هستید از تورنتو کانادا در جشنواره تیرگان. در حاشیه این جشنواره همکارم سمیرا قرایی با انوشه انصاری، اولین زن گردشگر فضایی ایرانی، گفتگو کرده و ابتدا از خانم انصاری درباره فعالیتاش در زمینه فناوری پرسید. بنیاد اکسپرایز بنیاد بین المللی هستش که فاوندرش پیتر دیماندس هست که از تقریبا 29 سال پیش این بنیاد به وجود اومده و من از 25 سال پیش تا الان باهش همکاری میکردم و جزوی از این بنیاد بودم. اولین مسابقه رو که اکسپرایز ارائه داد در مرحله سپیس بودش و اینکه کامرشالایز کنن اکسس به سپیس، و برای همین من قسمتی بودش که من خیلی پشنت بودم، برای همین سپانسر این پرایز شدیم ما و اینجوری باش همکاری رو شکم. ولی کاری که کردیم حالا نگاه کردیم که چجوری این مسابقه های بین المللی خیلی بزرگ میتونه تکنولوژی رو پیشرفت بده که مشکلات بزرگ دنیا رو حل کنیم، و الان تو قسمت کلایمت، توی قسمت سلامتی و هلت انسان ها، در مورد ایژوکیشن، بایودایورسیتی، چیزهای مختلف کار انجام میدیم که انترپرنور ها رو بیاریم، کارآفرینی و ساینتیست های تمام دنیا رو فوکس کنیم، متمرکز کنیم کاراشون روی این که این پرابلم های بزرگ رو سالو کنن. خانم انصاری، این مشکلات بزرگ رو حل بکنن. خانم انصاری، در رابطه با اینترنت در ایران، از زمانی که جنبش زن زندگی آزادی شروع شد بحث اینترنت آزاد بسیار داغ بود. دولت بایدن اقداماتی انجام داد، مجوزهای کلی رو بازبینی کرد، بحث استارلینک مطرح هست. فکر میکنید شخص شما چگونه میتونه به مردم در داخل ایران کمک بکنه برای دسترسی به این اینترنت آزاد، حالا از جمله استارلینک؟ بله راستش رو بخواین مشکل یکی اکسس هست
که کاورج داشته باشه اینترنت و استارلینک و بقیه کانسلیشن هایی که هستن که اینترنت ارائه میدن میتونن کانکتیویتی رو ایجاد کنن. ولی ترمینال هایی که باید توی ایران وجود داشته باشه که از طریق اون ترمینال ها بتونن به این اینترنت دسترسی پیدا کنن مردم، بردن اینا توی ایران و دیستریبیوت کردنشون یک کار خیلی سخت دیگه ای هستش و مشکل الان یه سری اینجا بوده، وگرنه خب. ولی شما با موقعیت اجتماعی که دارین میتونید این سختی رو تا حدودی آسون بکنید شاید. راستش بخوای مشکلی نیستش که من بتونم حل کنم، مشکل توی ایرانه، بعد سماگل بشه اینا توی ایران. من توی سماگلینگ هیچ نقشی توی قاچاقش نقشی ندارین و اصلا چیزی نیستش که من، یعنی من میتونم در موردش صحبت کنم، در موردش میدونم که خیلی از ایرانیان موفقی که اینجا بودن که توی قسمت اینترنت هم کار میکنن با هم همکاری کردن و میکنن که این کار رو مثلا اکسس به اینترنت رو به ایران ببرن. اگر یادتون باشه آقای فیروز نادری خیلی در این مسئله همکاری کردن با خیلی ها و اینسترومنتال بودن در این مسئله. خانم انصاری، رجوع به آقای نادری میخوام ازتون بپرسم. همتای شما، شانه به شانه شما نماینده آقای فرهادی بودن در اسکار، با همون اسکار رو گرفتید. همیشه اسم شما دو نفر کنار هم اومده برای مردم ایران، امسال کنار ما نیستند و خب نامشون همونطور که گفتید در این تلاش ها برای دادن اینترنت آزاد به مردم ایران همیشه نامش هست کنار این تلاش ها. حس خودتون چیه و فکر میکنید چگونه امسال حضور شما در تیرگان، اقداماتی که حالا اینجا انجام دادید، این نام رو بلند آوازه تر از اون چیزی که هست کرده؟ فیروز واقعا دوست خیلی خوبی بود برای من از همه لحاظ، کسی بودش که من همیشه بهش نگاه میکنم، looked up to him، توی کارایی که توی فضا کرده بود و یه قسمت بود که من خیلی بهش علاقه داشتم. خیلی در مورد اون همیشه با هم صحبت میکنیم. موقعی که توی JPL بودش من اونجا باش آشنا شدم و خیلی به من کمک کرد که با تمام کارهای JPL آشنایی پیدا کنم و خیلی واقعا یه مرد نازنینی بود که یک قلبی داره که واقعا همه رو دوست داشت، میخواست به بشریت کمک کنه و هیچ میگم هیچ از هیچی دریغ نداشت برای کمک کردن به مردم. و واقعا از اینکه از ناسا در اومد و اون چون تا وقتی که تو ناسا بودش به خاطر اینکه برای گاورمنت کار میکرد یه سری ریستریکشن داشت که چجوری میتونه با ایران کار کنه، و وقتی که از ناسا در اومد من یادم با هم صحبت کردیم و اون موقع بود که خیلی بیشتر از پیش اکتیف شدش پابلیکلی توی کار کمک کردن به کارآفرینان و جوانان ایران. خیلی همیشه دلش می‌خواست به جوانای ایران کمک کنه و هر کاری که میتونست از دستش برمی‌اومد انجام میداد. من یادم فکر کنم دومین میتینگ تیرگان بودش که اومدش، اولش بود میومد، و بهترین خاطره‌ای که من از تیرگان و فیروز دارم اینه که با هم نشسته بودیم زیر درخت داشتیم چای می‌خوردیم، چای مدل ایران، و تمام یه حالت مثل این بودش که با هم توی ایران بودیم. و این خاطره‌ای که من ازش دارم همیشه برای من نه تنها اونو به یادم میاره ولی با تیرگانم اسوسییت شده. و یه جوری بود برای اون خیلی دوست داشت، براش اولین بار میومد خیلی جالب بود و یه کراش کورس توی کالچر براش بودش که خیلی انجوی کرد و همیشه برمیگشت و میومد. سو واقعا لاسش خیلی بزرگه برای جامعه ایرانی و برای تمام مردم دنیا و فکر نمیکنم هیچ کس بتونه جایگزینش باشه و من تو قلبم همیشه خاطرش رو با خودم همیشه خواهم داشت. خانم انصاری، سوال آخرم راجع به خودتون هست. راجع به اقدامات بشر دوستانه آقای نادری صحبت کردین. خود شما هم برای زنان و دختران ایرانی مثل خود من یک چهره‌ای هستین، یک الگو هستین. کارهایی که شما کردین زمانی که من خودم در ایران بودم به شما نگاه میکردم، شما الگوی من بودید. و الان هم ما بحث زنان و دختران در ایران رو داریم، محدودیت‌هایی که دارن تحمل میکنن و شهامتی که دارن نشون میدن. خود شما
شما به عنوان یک زن الگو و با توجه به حالا به این ارزش هایی که از آقای نادری دیدین و ازش صحبت میکنید، آیا تصمیم دارید که وارد اون مسیری بشید که آقای نادری، مرحوم نادری وارد شد و همین خدمت هایی که به مردم ایران میکرد رو بخوان شما هم یه ذره جدیتر و شاید بیشتر از زمان حرفه‌ایتون رو اختصاص بدین به اون و اونطوری دنبال کنید؟ من تا جایی که بتونم کاری بکنم که کمک باشه انجام میدم. من خیلی کسی هم که روی اکشن کار میکنم، روی حرف زیاد نمیزنم ولی کار انجام، کاری که فکر میکنم به نظر خودم کمک میکنه به بشریت و کاری که من روش کار میکنم به همه کمک میکنه، including مردم ایران. من توی پالیتیکس به هیچ وجه وارد نمیشم، برای اینکه هیچ جوری فکر نمی کنم کمک میکنه، برای اینکه آخر سر هر کسی یک عقیده ای داره، ممکنه من 100% مخالف باشم با یک عقیده، برای همین وقتش رو راست رو بخوان یا حوصله این که بشینم با یکی توی پالیتیکس آرگی کنم ندارم. ولی اگر کاری از اصلا بر بیاد که به انترپرنورای توی ایران کمک کنه، به خانمای ایران کمک کنه، پروموتشون کنه، کازشون رو اتنشن بیاره به تمام جنایاتی که در ایران بر علیه خانم‌ها انجام میشه، این کار رو انجام میدم. ولی اینکه بخوام سویچ کنم تمام فوکسمو، این کار رو نمیتونم الان بکنم، برای اینکه به نظر خودم کاری که من دارم میکنم همونقدر مهمه و نه اینکه بگم ایران مهم نیستش، ایران خیلی مهمه، ولی فکر میکنم ایران از کاری که من میکنم بنفیت خواهد کرد، برای اینکه بوده 80 میلیون مردم توی ایران زندگی میکنن، 7 بیلیون مردم توی دنیا زندگی میکنن و بیشتر پرابلمی که ما توی اکسپایر داریم روش کار میکنیم بیشتر اون 7 بیلیون رو داره ایمپکت میکنه و من انرژیم فکر کنم اونجا بهتر مصرف. بخشی از صحبت‌های انوشه انصاری، کارآفرین ایرانی که به خاطر سفرش به فضا بین بسیاری از ایرانیان شناخته شده است رو می‌دیدید با همکارم سمیرا قرایی. مصطفی عزیزی، فیلمساز و تهیه کننده تلویزیونی، هم اینجا به ما پیوسته. آقای عزیزی، دیدم که در ایندیپندنت فارسی یک مقاله مفصلی هم در مورد تیرگان منتشر کرده بودید و میدونم که در سالهای قبل هم اینجا زیاد شرکت کرده بودید. از 2006 اینجا فکر میکنم شروع شده، نزدیک به 17 ساله. نمیدونم حالا چند تاشو شرکت کردید، ولی در اون سالهای قبل و الان که دارید مقایسه میکنید چه تفاوتی میبینید؟ چه اتفاقاتی افتاده در این سالها؟ حالا روز به روز گسترده تر شده، بزرگتر شده، تعداد کسایی مراجعه کنندگانی که میان به سر میزنن بیشتر و بیشتر شده. فقط تو دوران کووید یک توقفی حاصل شد که اونم نتونست همونجوری که میبینید الان خیلی باشکوه‌تر از 2000 تعویق 4 ساله داشت دیگه به خاطر کووید. آره دیگه 2019 بود، ولی یه برنامه هایی هم اجرا کردن، منتها نه دیگه به اسم تیرگان، برای نوروز و اینا توی وقتی که کووید دیگه یه مقدار شد. این فستیوال تابستانه شون در واقع اولین باره بعد 2019. بعد 2019 اولین باره که 2019 هم دبیر افتخاریش جناب آقای نادری بودن. اتفاقا نمیدونم میشنیدی، فکر نکنم هدفون نداشتید، همین مصاحبه‌ای که همکارم سمیرا قرایی با خانم انوشه انصاری داشت به آقای نادری هم مفصل اشاره کردن. امسال هم که خانم امیر ارجمند، بله، لیلی امیر ارجمند دبیر افتخاری در واقع هستن که یک گفتگوی مفصلی روز یک شنبه با ایشون من خواهم داشت و با حضور شرکت کنندگان. ما خودمون که تو کار تلویزیون و رسانه هستیم میدونیم که ترتیب دادن همچین فستیوالی کار راحتی نیست، به خصوص برای دیاسپورا یا خارجی ها، ایرانی هایی که در خارج زندگی میکنن، کار خیلی دشواری انصافا. بله واقعا آقای آریان نژاد یه تیم خیلی خوبی داره که میتونه مثلا 100 تا 200 تا والنتیر رو مدیریت کنن، آره داوطلبا رو مدیریت کنن که بتونن این مراسم به خوبی برگزار بشه، چیزی که در بین ایرانی ها معمولا کمتر اتفاق میفته که بعد میتونن خب بودجه هایی رو هم بگیرن از بودجه های
دولتی که وجود داره برای این کارها و یا بانک ها و اینا که امسال فکر کنم بانک تیدی بیشترین اسپانسر مجموعه بوده. به این خاطر آره کار بسیار دشواری. کدوم بخش فستیوال یا جشنواره در این سالها بوده که بیشتر برای شما جلب توجه کرده؟ کنسرت ها بوده، ورکشاپ ها بوده، همایش های سیاسی بوده، کدوم بخششه؟ والا بخشی که خودم نه الان چه گذشته، واقعا همه بخشا هر کدوم یک ویژگی خاص خودشه دارن. بعضی علاقه به همین خاطره که یه جامعه متکثر زیادی مثلا 3000 نفر تو هر بار میان برای بازدید اینجا. البته نه 100000 شخص مختلف، شما ممکنه در روزهای مختلف افراد تکرار بشن، ولی به این خاطره که طیف مهمی از چیزهای مختلف، مثلا یکی فقط میاد برای کنسرت، یکی میاد برای کتاب، یکی میاد برای شعر، یکی میاد برای سخنرانی‌های سیاسی و اجتماعی. به این خاطر هر کسی به یه منظوری میاد. بچه‌ها اینجا امسال به خصوص برای بچه‌ها خیلی تدارک دیده شده، چه بازی‌های مختلف، چه کارهای مختلف که بیان انجام بدن. به این خاطر همه رو جذب می‌کنه، همه گروه‌ها. شما خودتون هم نقشی دارید بازی می‌کنید؟ من در این تیرگان یه برنامه کتاب مفصل داریم که علاوه بر اون برنامه بازار کتاب که نشر کتاب ناشرهای مختلف از آمریکا و از اروپا اومدن در واقع اینجا کلی کتاب آوردن، چند تون کتاب آوردن با خودشون، معرفی کتاب هم داریم. 4 از نویسنده های که داخل تورنتو زندگی میکنن میان کتاباشون رو معرفی میکنن. آقای اسد مزنوی که طنز پردازه ولی جدیدن یه رمان جدیدی نوشته به نام 30 اسکله، خانم فرشته احمدی که در ایران نویسنده خیلی معروفی بودن و چندین جایزه گلشیری و جوایز مختلف ادبی برنده شدن، ایشون هم کتاب پری فراموشی رو میان معرفی میکنن. بعد آقای مهدی گنجوی که یک جوان بسیار فروتن ولی خیلی هم تحصیلات کاناداییش PhD دارن توی از UofD و هم در ایران هم خب فوق لیسانس داشتن، ایشون هم یک نسخه از در واقع شاهنامه، نه ببخشید معذرت میخوام، یه نسخه از 1001 شب، یک ترجمه جدیدی از عربی به فارسی که قبلتر از ترجمه تسوجی که معروفه رو ایشون پیدا کردن، مقابله کردن، تصحیح کردن، از این کارا زیاد کردن، از جمله کار قبلیشون که باز من مقاله راجبش نوشته بودم که در واقع اولین چیز نوشتن شرلوک هولمز در ایرانه که اونم خیلی جالبه. بعد آقای مهدی فراهانی که یک هنرمند چند بچی هن، یعنی هم تو موسیقی خیلی دست توانایی دارن و مطالعات فراوانی دارن از موسیقی دوران قاجار که فکر میکنم تنها کسی که توی این زمینه موسیقی دوران قاجار کار کرده و البته ایشون در هنرهای دیگه هم دستی دارن مثل انیمیشن و ساختار کتاب و اینا که ایشون هم یه برنامه، یعنی روز شنبه ما از ظهر تا شب برنامه داریم، شب هم که برنامه آقای صیاد و قدانی از ایشون و خانم مریابیک و اینا هست، روز پرباری. این مهاجرت گسترده ایرانیان به خارج از کشور بیش از 4 دهه الان ازش میگذره دیگه، چقدر فکر میکنی جشنواره‌های اینچنینی مهم هست برای ارتباط نسل جدیدتری که مثلا فرزندانی که اینجا به دنیا میمدن و الزاماً هیچ وقت ایران نبودن با فرهنگ اصلی خودشون، با فرهنگ پدر مادرشون و این پل رو همچنان حفظ کردن با ایران؟ والا خیلی مهمه، به خصوص الان. ببینید این بعد از این خیزش انقلابی زن زندگی آزادی، ژینا امینی اصلا یه یه اتفاق دیگه ای افتاده، هم در داخل ایران یک وضعیت برگشت ناپذیر پیش اومده،
هم در اینجا. مثلا دیشب گروه رستاک اینجا برنامه داشت، من با چند تا دوستام اونجا بودیم، گفتیم اگر خانماشون با حجاب بودن ما پامیشیم میریم، خاطر اینکه توی ایران الان کنسرت نمیرن خانما با حجابون بالا چیز کنن. بعد تو اینجا بعد دیدیم که نه، همه بدون حجاب اومدن خانما. انصافا این جنبش زن زندگی آزادی من دقت کردم خیلی رو نسل جدیدی که الزاماً خیلی هم فارسی نمیدونه، الزاماً هم نمیتونه که فارسی بخونه هم تاثیر گذاشته، چون اینقدر تاثیرش جهانی بوده که غیر ایرانی ها هم طبیعتاً دنبال کردن و ایرانی هایی که الزاماً خیلی اون حالت فرهنگی ایرانی رو نداشتن هم مخصوصا نسل جدیدتر هم متاثر شدن ازش به شدت. به خاطر اینکه هیچ وقت من تو این 12 سالی که اینجا هم، حالا با اون وقفه‌ای که وسطش افتاد، هیچ وقت ندیده بودم که این همه ایرانی‌ها دچار غرور، یعنی بگم ما ایرانی، و یا هر جا می‌رفتیم مثلا من خودم یه تیشرت داشتم روش نوشته بود Women Life Freedom، این هر جا می‌رفتیم این چیزا اگه یه ایرانی اونجا بود صدا می‌کردن می‌گفتن هم شهریتونه هم وطنتونه، بعد میدیدم اونم پوشیده، یعنی اصلا عجیب بیلبوردها همه، یعنی شهر یک فضای دیگری پیدا کرده بود، به خصوص با اون راهپیمایی عظیمی که صورت گرفت باعث شد که ما بتونیم به یک غرور ملی برسیم به طور واقعی که ما اصلا فرار نکنیم و با شهامت بگیم من ایرانی هم. میدونی این تأثیر میذاره روی نسل بچه‌هایی که هستن که یه جوری خیلی وقتا میخواستن نگن ما ایرانی هستن، میدونی چی میگم، که باعث شد حالا با افتخار بگن من فارسی هم بلد نبود من ایرانی هم با مامانم ایرانی هم فلان، و گرایش به اینه که برن فارسی یاد بگیرن برای اینکه برن بقیه زبان‌های داخل ایران رو یاد بگیرن خیلی افزایش پیدا کرد. ممنونم از شما مصطفی عزیز، فیلمساز و تهیه کننده تلویزیون. این برنامه کتابتون فرداست درسته؟ بله بله، فردا از ساعت 12 ظهر شروع میشه تا شب. اگر اینجا در هولوش تورنتو هستید بنابراین اون رو هم از دست ندید. ممنونم از شما که تشریف آوردین، روز خوبی داشته باشید. همچنان بیننده پوشش ویژه ما هستید از فستیوال تیرگان اینجا در تورنتو کانادا. ترانه کمره از حشمت لورنژاد که گروه رستاکون رو بازآفرینی کرده و در افتتاحیه تیرگان اجرا کرد رو اجازه بدید که با هم ببینیم. همکارم بردیا افشین هم در مقابل سالن اصلی فستیوال تیرگان به ما پیوسته. بردیا، از برنامه امروز و فردا بگو. فکر کنم که صدای تست صدای گروه که امشب اینجا بر صحنه خواهد رفت و ممکنه بشنوی فردا، ولی همونجوری که گفتی این سالن اصلی بندرگاه تورنتو است، جایی که
میزبان این جشنواره سه روزه تیرگان، جشنواره چهار روزه تیرگانه و خب اتفاق اصلی اینجا میفته و همون کنسرت رستاکی که سمیرا ازش با جزئیات گفت و اینجا خیلی به شور در آورده بود اینجا برگزار شد و امشب همین گروهی که داره تست صدا میکنه اینجا ساعت 9:30 شب به وقت محلی، من نمیتونم الان حساب کنم که چند ساعت دیگه است، به روی صحنه میره. الان ساعت 4 و ربع یعنی تقریبا 3 ساعت جرنی. 5 ساعت و ربع دیگه، ممنونم که گفتی به وقت محلی. بله. و این گروهی که اینجاست ممکنه سازاشون نشون بدن که سازا سازهای غربیه، اما اگه صدا به گوشت میرسه نشون میده که خب تکیهشون بر موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی. خب توجهشون، توجه این آنسامبل جرنی به موسیقی ایران و موسیقی ملل نزدیک به همسایه ایران در غرب آسیا است، خاورمیانه است، اما تلاششون اینه که اونو بتونن تلفیق کنن با موسیقی ملل غربی و با سازهای غربی. اینجا به روی صحنه میرن. خب این یکی از مهمترین رویدادهای موسیقی اینجا در بندرگاه تورنتو در کنار دریچه اونتاریو است. به غیر از اون کمی دورتر در سالونی که چند صد قدم دورتره تریوی چام به روی صحنه میره. اونها هم موسیقیشون موسیقی که ریشه در موسیقی ایرانی داره ولی خب یه تلفیقی با موسیقی غربی و ملل. البته اونها موسیقی محلی نواحی رو روش تمرکز به اون تمرکز میکنن. اما به غیر از اون ما شاید بشه گفت مهمترین اتفاق این جشنواره چهار روزه و مهمترین اتفاق موسیقیای امشب کیهان کلهره که دورتر از اینجایی که من و تو قرار داریم در میانه شهر تورنتو به روی صحنه میره در تالار کارنر که در واقع خانه کنسرواتوار موسیقی تورنتو است. مطمئنا بیش از 1000 نفر اونجا شاهد هنرنمایی استاد موسیقی ایرانی خواهند بود که چهره ای بسیار شناخته شده در عرصه بین المللی، ولی محبوبیتش در ایران شاید برای این فراگیره که همواره به دغدغه های اجتماعی سیاسی واکنش نشون داده. هنرمندی که خیلی هم تلاشش اینه که البته بخواد گزیده‌گو باشه و حرفشو با موسیقیش بزنه، اما هیچ‌وقت ساکت نشسته. بنابراین اون هم میتونه رویداد جالب توجهی باشه. اینجا در کنار من یکی از شهروندان تورنتو قرار داره فرداد که کمی از او بپرسم که مثلا انتظارش از این رویدادهای موسیقایی چیه. بهروز نقیبیان که خودتون هم دستی بر آتش دارین و در واقع موسیقی و شاعری و این چیزا حداقل به صورت تفریحی انجام میدین، شما چه انتظاری از این رویدادها موسیقایی دارین از تیرگان، به خصوص رویدادهایی که در تیرگان امسال برگزار میشه؟ اگه خاطری از تیرگانهای پیشین داشتین برای ما بگین. بله، حقیقتا من بسیار یعنی این برنامه های تیرگان رو همیشه دوست داشتم از اون زمانی که تو تورنتو انجام شده. هیچ کدوماشو چیز نکردم، یعنی میس نکردم، اومدم و عاشق یا موزیکم، ولی من بیشتر خودم تو شعر و شاعری هستم. در مقابل موسیقی که شما در مورد موسیقی که میگین، من به اون آنچنانی به اون صورت اطلاعات آنچنانی ندارم. در مورد جشنواره تیرگان به ما بگین چجوری میشه فرهنگ ایرانی رو به مثلا ایرانیای نسل دوم، ایرانیای نسل سوم و یا حتی به شهروندان از ملل مختلف در این شهر چندگانه ملیت فرهنگی؟ بله، نه بسیار جالبه، بسیار دوست داشتنی، اتمسفر بسیار خوبیه، دوستان همه هستن از هر نسلی که بگین و همم واقعا اینجا میان و کنار هم دیگه یعنی هستن و زندگی میکنن. آیا به عنوان ایرانی افتخار میکنیم به چنین؟ بله بله، من دقیقا، من واقعا مثل نوروز خودمون میدونم، شدم یه مقدار بیشتر اینو بیشتر براش چیز دارم، یه کشش عجیبی دارم به تیرگان و خیلی خوب، خیلی خوب، من واقعا دوست دارم و هر سالم من اینجا میام و یک روزش هم حتی من سعی میکنم چیز نکنم، نمیست نکنم. خیلی متشکرم بهروز نقیبیان، خیلی ممنونم ازت، متشکرم ازت. فرداد، بهروز نقیبیان بود از شهروندان تورنتو. میدونیم که طبق آخرین سرشماری ها بیش از 200,000 متولد ایرانی در سراسر کانادا زندگی میکنن که نیمه بیشترشون در استان اونتاریو و در شهر تورنتو که مرکزش حضور دارن و خیلی از این عده در دهه گذشته به اینجا آمدن و خب بیش از یک دهه است که جشنواره تیرگان اینجا برپا بوده با رویدادهای موسیقی از این دست، ولی خب همواره ایرانی‌های مختلف از نسل‌های مختلف رو به اینجا میکشونه. خب براشون جالب توجه چنین رویدادهایی.
ممنونم از تو همکارم بردیا افشین در مقابل سالن اصلی فستیوال تیرگان با ما. مهرداد آریان نژاد مدیر اجرایی جشنواره تیرگان دیروز در برنامه افتتاحی این جشن با یاد کشته شدگان اعتراضات در ایران و زندانیان جنبش اعتراضی شروع کرد. به نام کیان پیرفلک و به نام هزاران جان باخته راه آزادی که آرش‌های کمانگیر امروز سرزمینمان ایران هستند، درود بیکران بر گوهر عشقی، ماه منیر مولایی، ناهید شیربیشه، فاطمه سپهری، نیلوفر حامدی، توماج صالحی، سپیده قلیان و تمامی آزادی خواهان، به ویژه زنانی که شجاعانه در مقابل بی‌عدالتی ها سکوت نکردند و با وجود سرکوب وحشیانه حکومت صدای اعتراضشان همچنان به گوش میرسد. خود مرتاد آریان‌نژاد مدیر بنیاد تیرگان اینجا به ما پیوسته. آقای آریان‌نژاد ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. میدونم که سر مشغله های زیادی دارید در این چند روز. 4 سال تعویق افتاد برای فستیوال به خاطر ویروس کووید. حالا اگر فستیوال نوروزی رو کنار بذاریم، الان خیلی با قدرت دوباره شروع کردید، ولی مشخص هستش که به شدت هم متاثر هستش از جنبش زن زندگی آزادی. بله، خب 100% فکر نمی کنم هیچ ایرانی در خارج از کشور یا داخل کشور که مسلمه، ولی در خارج از کشور باشه که متاثر از این جنبش نباشه. همه ایرانی ها اینجا دلشون میتپه برای ایران. تا جایی که من دیدم، من ندیدم ایرانی رو که بی تفاوت باشه نسبت به این موضوع. چقدر دشوار هست در خارج از ایران فستیوالی با این حجم و اندازه رو راه اندازی کردن و بعد برای نزدیک به 17 سال حفظ کردن؟ بسیار کار طاقت فرساییه و نیاز به از خودگذشتگی بسیار داره، فقط نه از طرف یک نفر بلکه صدها نفر. این جشنواره‌ای رو که شما می‌بینید امروز اینجوری شده، این کار صدها داوطلب و حتی امروز می‌تونیم ما یه لیستی از 3000 خورده داوطلبی که آمدن توی تیرگان، هر کدوم یک سنگی رو گذاشتن اونجا و رفتن یا موندن یا دوباره برگشتن. الان بالای 40 سال گذشته از شروع موج اول مهاجرت ایرانی ها. خیلی از ایرانی تبارهایی که الان اینجا هستن، خیلی هاشون هرگز پاشون رو ایران نذاشتن، خیلی هاشون فارسی رو به سختی صحبت میکنن یا مینویسن یا اصلا شاید نتونن بنویسن و بخونن. چقدر فکر میکنید فستیوال ها، جشنواره های این چنینی مهم هست برای اینکه این نسل های جدیدی که به خصوص در خارج از ایران متولد میشن رو رابطهشون رو حفظ بکنیم با فرهنگشون؟ مسلما خیلی اهمیت داره. ما خیلی از میهمان هایی که میان برای بازدید از جشنواره از شهرهای آمریکا میان، از کشورهای دیگه میان و میگن به دلیل اینکه بچه‌هاشون تا به حال ایران رو ندیدن، بچه‌هاشون رو میارن که یک فضای کاملا ایرانی رو حس بکنن، چون شما در هیچ کجای دنیا به غیر از ایران نمیتونید یک همچین تجربه ای رو بکنید با این همه جمعیت ایرانی و این همه برنامه‌های ایرانی. تو خود ایران هم که با این کیفیت نمیشه انجام داد. سانسور هست طبیعتا، خانم‌ها باید حجاب اسلامی رو رعایت بکنن، شرایط متفاوتی هست. چقدر سخت بوده حفظ شرایطی که میزبان همه افکار مختلف ایرانی باشید؟ چون میدونید بالاخره کاری نیستش که ایرانی ها انجام بدن، وسته نچست کنن چپی راستی، نمیدونم طرفدار این هستی طرفدار اون هستی. من انصافا خیلی نشنیدم، حالا تک و توک طبیعتا رو توییتر چیزایی میگن، ولی من نشنیدم که در مورد فستیوال تیرگان هیچ انگ سیاسی بهش بزنن. چقدر دشوار بوده حفظ این؟ خیلی کار سختی بوده. همیشه روی یک لبه تیغ ما راه میرفتیم، یعنی باید مراقب بودیم که فستیوال و جشنواره موضع سیاسی پارتیزانی نگیره، نه اینکه کار سیاسی نکنه، ولی موضع پارتیزانی نگیره و بتونه در خب انگای مختلف همیشه میزنن، به هر حرکتی میزنن و اصلا متاسفانه فکر میکنم یه بخشی از این انگها و این اختلاف اندازی از طرف خود حکومت جمهوری اسلامی میاد، به دلیل اینکه هر چقدر بین ما تفرقه بیشتر باشه به نفع حکومتی که در قدرت هست در ایران هست.
برای همین خیلی هاش از اونجا میاد، ولی خب ما به این چیزا گوش نکردیم و به دلیل اینکه فرهنگ ایران و تاریخ ایران چیزی هست که ما حول اون میتونیم دور هم دیگه جمع بشیم. ما سر نوروز هیچ بحثی نداریم، همه با هم نوروز رو جشن میگیریم. حالا یکی مثلا ممکنه قرآن بذاره، یکی ممکنه انجیل بذاره، یکی هم ممکنه شاهنامه بذاره یا یه چیز دیگه حافظ بذاره، ولی خود بحث با اصل نوروز و جشن گرفتن نوروز ما مشکل نداریم. برای همین تیرگان از این نظر یه مقداری کارش ساده تر بوده، به خاطر اینکه حول محور فرهنگ و هنر کشور میزبان هم طبیعتا مهم هست دیگه. کانادا خانه بسیاری از ایرانی ها و ایرانی تبارها بوده در این سالهای گذشته، الان هم سیاست مهاجرتی نسبتا لیبرالی دارن، میبینم که ایرانی های بیشتری هم دارن میان. چقدر به نظرتون این شهر و این کشور شرایط مناسبی رو تونست فراهم بکنه برای این فستیوال؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد. ببینید یکی از دلایل مهمه شکلگیری و به اصطلاح ماندگاری این جشنواره و این سازمان دلیلش کمک‌های دولتی بوده که وجود داشته و این کمک‌ها برای سیاست‌های چند فرهنگی و گوناگونی فرهنگی داده میشه. برای اینکه در این زمینه بله سخاوتمندتر تا آمریکا ایالات متحده منظورم 100%. یکی از دلایلش این بوده 100%. یکی از دلایلش کمک‌های دولتی بوده که به ملیت‌های مختلف داده شده، ولی دلایل دیگری هم داشته. یکی دیگر از دلایلش این بوده که در شهر تورنتو مهاجرهای جدید میان، یعنی همینطور مهاجرهای جدید از ایران میان و رابطه تورنتو با ایران زنده است، یه رابطه زنده تریه. بعدم در مساحت به اصطلاح جغرافیایی که زندگی میکنن ایرانی ها خیلی به هم نزدیکترن، بنابراین گذاشتن برنامه هایی که بتونه جمعیت رو حالا مثلا اگر شما بخواید یه برنامه بذاریم، بالاخره نیاز به هماهنگی داره، تیم داره، میتینگ داره و اینها راحت تر برگزار میشه به خاطر اینکه همه در یک جغرافیای نزدیک به هم زندگی میکنن. این که میگید همچنان از ایران مهاجرا میان به نظرم نکته مهمی است، چون من خودم مدت‌ها در بریتانیا زندگی کردم، قبلش در دبی بودم، الان در واشنگتن دی سی هستم. هر شهری، هر جغرافیایی که جامعه ایرانی داره معمولا یک حبابی هم داره، یعنی ایرانی ها یک گرایش خاصی دارن. مثلا ممکنه در دبی نگاه تجاری بیشتر داشته باشن، در اروپا نگاه لیبرال داشته باشن، در آمریکا حالا کشور پهناور است و پراکنده. تورنتو برای من جالبش این بود که همه جور طیف ایرانی میبینی، حتی بعضی اوقات که میدونم جنجال زیادی هم درست میکنه، چهرهایی که مثلا ممکنه بهشون بگن که خیلی با حکومت هم نزدیک هستن. یعنی فکر میکنم یک آینه بهتری شاید باشه از جامعه ایرانی، اینطور نیست؟ بله، دقیقاً یک رفلکشن و آینه ای است از جامعه ایران و برای همینم جذابش میکنه، برای اینکه خیلی به ایران نزدیکه. شما انگار احساس میکنید، همونطور که خدمتتون عرض کردم، وقتی توی جشنواره قدم میزنید در روزهای شنبه و یک شنبه، همین جمعه عصر که مردم میان، واقعا احساس میکنید که در ایران هست. چقدر این دوران کووید براتون سخت بود؟ خیلی دوران سختی بود برای همه، برای جشنواره ما هم خب مسلما خیلی سخت بود. اگر شما دقت بکنید این جشنواره‌ای که ما امسال برگزار کردیم با جشنواره سال 2019 ما متفاوته، برای اینکه کوچکتره، به خاطر اینکه از کووید که میایم بیرون به قول معروف پیچ و مورهای همه زنگ زده و اینا باید روغنکاری بشه تا بتونیم دوباره برگردیم به اون حالتی که قبلا داشتیم. بنابراین خیلی کار سختی بود. حالا امیدوارم که این شروع خوبی باشه. سپاسگزارم از شما مرتضی آریانژاد، مدیر بنیاد تیرگان اینجا در محل این فستیوال در روبروی دریاچه آنتاریو در شهر تورنتو. سپاسگزارم از شما. خیلی ممنون از شما. بیننده ویژه برنامه 24 در تورنتو هستید برای پوشش جشنواره تیرگان. در این بخش از برنامه قطعه دیگری از اجرای گروه رستاک رو با هم ببینیم.
بیننده پوشش ویژه ما هستید از جشنواره تیرگان اینجا روبروی دریاچه آنتاریو در شهر تورنتو، جایی که میزبان هزاران هزار ایرانی هست و در این چهار روز فستیوال تیرگان هم تعداد زیادی از اونها در این جشنواره شرکت میکنند. شبنم فرشادجو بازیگر اینجا در استودیو با ماست. تمامی لحظات آخر میدم که درگیر بودم میکروفونتون رو وصل میکنم. خوشحالم که وصل شد و به موقع رسیدید. میدونم که شما یک کارگاهی دارید. بله. اینجا در مورد اگر اشتباه نکنم نحوه اجرا و بازیگری و اینها یکم بیشتر توضیح میدید که بله کارگاه چه؟ من برای بچهای 5 6 سال تا 10 ساله فکر میکنم که خیلی لازمه که آموزش فارسی ببینن و بازی رو یاد بگیرن، تئاتر رو به صورت این که باشون بازی بشه و اینا بچه‌ها یاد بگیرن، مضاف بر این که خیلی کمک میکنه به بیانشون و خلاقیتشون و کلن بچه‌ها وقتی که دارن بازی میکنن بهتر یاد میگیرن. فردا نمیدونم چه اتفاقی میفته، این سال اولیه که من شرکت کردم ولی خیلی امیدوارم که بتونم ورکشاپ برای بچه‌ها بذارم. کار مشابه قبلا انجام دادید؟ بله تو ایران بود، البته اینجا فقط با بچهای بزرگتر در واقع دانشجوها و اینا کلاس‌های فن بیان بازیگری بداهه گذاشتم، تربیت سه یک و دو انجام دادم، دلم میخواست باشون اجرا بکنم که در واقع اسپانسر فعلا گیر نیوردم، یه تئاتر کاملا زنانه. حالا امیدوارم که این برنامه رو اگر اسپانسر بله. میبینه ازتون حمایت بکنه. بله. چطور یافتید کل فستیوال تا اینجا؟ من دیروز اینجا بودم، خیلی خوشحالم. آقا مرتاد که صحبت کردن اصلا لرزه بر اندام من افتاده بود. شبنم طولو خیلی خوشحالم که الان ببینمش. اولدوز یکی از دوستای دیگم هست که خواننده هست و فردا برنامه داره، خودم فردا هیجان زدم برای برنامه‌ام و کلا فکر کنم اتفاق خیلی خوبی باشه که داره میفته. چون میدونم کارتون گره خورده به بازیگری، این هم جالب هست در هالیوود به خصوص حالا در ایالات متحده آمریکا برای سالها ایرانیان نقش چندان پررنگی نداشتن، تک و توک بود، ولی الان ناگهان میبینم تعداد ستارهای ایرانی که داره وارد هالیوود میشه بیشتر و بیشتر شده. من خیلی خبر ندارم ولی همون موقعی که من حجابم و بعد از انقلاب مهسا برداشتم سه تا پیشنهاد داشتم و تا دلم نمیخواست اون موقع از این انقلاب سوء استفاده بکنم و برم توی ساید بازی. نمیدونم شاید اشتباه کرده باشم، الان پشیمونم چون به شدت دنبال کار میگردم. چرا سوء استفاده؟ خب هنر دیگه. فکر میکردم الان اون لحظه مثلا مثل خیلی از هنرمندامون که استفاده کردن دارن چمدون میفروشن و لامینیت میکنن عکسای انقلاب رو و میفروشن و اینا، من نمیخواستم مثل اونا باشم. چقدر به نظرتون مهم هست؟ این سوال از مهمانان دیگر هم پرسیدم، فستیوال های اینچنینی برای زنده نگه داشتن اون رابطه با فرهنگ مادر، برای اینکه بالاخره این کشورهای به خصوص آمریکای شمالی میزبان ملیت های مختلفی هستن دیگه، ولی به مرور خیلی هاشون ادغام میشن در این کشور میزبان، مثلا ایتالیایی ها یا ایرلندی ها فستیوالاشون رو جشن میگیرن، مراسمشون رو جشن میگیرن، ایتالیایی ها به خصوص به غذاهاشون خیلی متعهد هستن، ولی الزاما دیگه دغدغه ایتالیا رو ندارن، میدونین آمریکایی شدن، کانادایی شدن. چقدر فکر میکنین فستیوال های این چنینی برای ایرانی ها مهم هستش که همچنان چه جالب قاصدک آرزو بکنید بعد ارتباطشون برقرار بمونه با ایران؟ من فکر میکنم که ما چون مهد تمدن بودیم، مهد فرهنگ بودیم، ما نمیتونیم فقط فستیوال غذا بذاریم، ما داریم روی مغز کار میکنیم، روی حس کار میکنیم و روی جوانای ما، بچهای ما که آینده حتی کشورمون دستشونه، حتی در خارج از ایران، مرزهای ایران، من هیچ مرزی نمیبینم برای ایران. ایرانیایی که اینجا هستن خیلی زیادن، کاشکی که تمام جشن ها مثل تیرگان در واقع میتونستیم برنامه بذاریم، میتونستیم که تئاتر بذاریم، میتونستیم از کار از آقای بیزایی اجرا حتی داشته باشیم، کتابخانی، نمایشنامه خانی و فرهنگمون رو بشناسونیم به خودمون و به بچهای کوچیکتر که بدونن چقدر غنیه و چقدر الان دلمون براش میتپه. بعضی اوقات فکر میکنم که ما ایرانی‌ها، شاید به خصوص ایرانی‌های خارج از کشور، راحت صدای همدیگه رو نمیشنویم، یا پیش‌داوری‌هایی داریم یا گمان میکنیم که طرف مقابل پیش‌داوری داره یا سوء نیتی داره یا قصد سیاسی داره. چقدر فکر می‌کنی این جور موقعیت‌ها که ایرانی‌ها دور هم جمع میشن فرصتی فراهم می‌کنه که حداقل بتونیم همدیگه رو بهتر بشنویم؟ بله، من فکر می‌کنم سیاست رو می‌ذاریم کنار و نگاه می‌کنیم به آیین‌هامون بیشتر. من فکر می‌کنم نگاه می‌کنیم به پیشینه‌ای که داشتیم، پیشینه پر افتخاری که داشتیم و زیر هر پرچمی که باشیم دیگه اهمیتی نداره، دور هم جمع میشیم. ممکنه یک آدمی که من باش مخالف باشم اینجا ببینمش، یه سلام می‌کنیم و معاشرت می‌کنیم و میریم کنار. ما ایرانی هستیم در درجه اول، سیاست رو بذاریم کنار، خیلی بهمون خوش می‌گذره. ممنونم از شما، شبنم فرشادجو بازیگر اینجا در تورنتو کانادا با ما.
خیلی ممنونم از شما. همچنان بیننده پوشش ویژه ما هستید از مراسم جشنواره تیرگان. اجازه بدید بخش دیگر از افتتاحیه جشنواره رو با اجرای گروه رستاک با هم ببینیم. همطور که در کنار من میبینید چهره آشنای برنامه تلویزیونی ما نیکاهنگ کوثر روزنامه‌نگار حوزه آب و محیط زیست با ماست. شما اینجا چی کار میکنید؟ داستان خیلی طولانیه. قرار بود که یک فرد بسیار عزیز اینجا باشه به نام فیروز نادری. فیروز نادری از دست رفت. یک برنامه فیروز نادری تنظیم کرده بود که اتفاقا با تلویزیون ایران اینترنشنال برای آینده ایران، برای بازسازی ایران در یک ایران دموکراتیک و سکولار بیایم طرحهایی رو ارائه بدیم، از آب و محیط زیست گرفته که نقطه بحثی بود که می‌خواست در اینجا مطرح بکنه تا بحث‌های دیگر که قرار بود در چارچوب همکاری با ایران اینترنشنال تبدیل به یک سلسله برنامه بشه برای اینکه مردم ایران آشنا بشن با اینکه میتوان آینده‌ای با امید داشت. اما اتفاق نیفتاد به دلیل اون چیزی که می‌دونیم حالا هست. اما اون باری که بر زمین مونده رو ما داریم سعی می‌کنیم از زمین برداریم و با کمک دانشمندان ایرانی که در خیلی‌هاشون در آمریکای شمالی، در کانادا هم هستن، در ایالات متحده، بتونیم برای آشنا کردن مردم با یک آینده‌ای که می‌تواند واقعیت داشته باشد در حوزه‌های مختلف از جمله آب و محیط زیست که بحران اساسی در ایران ما داریم کاری بکنیم کارستان. پشت سر ما این دریاچه زیبای آنتاریو رو داریم می‌بینیم که محل گشت و گذار بسیاری از به خصوص شهروندان تورنتو هست. سختی که آدم اینو پشت سرش ببینه و به یاد دریاچه ارومیه در ایران نیفته که می‌دونیم چقدر نگرانی گسترده وجود داره در مورد سرنوشتش. می‌دونم که فردا هم یک برنامه ویژه اینجا دارن در مورد دریاچه ارومیه. بعد یک نمایشگاه عکسی هست از آنچه بر سر دریاچه ارومیه آمده و میشه گفت واقعا اگر مسئولان جمهوری اسلامی اینجا اومدن این رو هم خشک می‌کردن. ولی حالا خوشبختانه فقط یه سری از نمایندگانشون به کانادا راه پیدا کردن. اما دریاچه ارومیه در وضعیتی است که بایستی مردم دنیا آگاه بشن که بی توجهی به محیط زیست چه خواهد کرد. الان در یوتا این اتفاق خواهد افتاد در سالهای آینده اگر عبرت نگیرن، در جاهایی که از منابع بیش از حد مجاز مصرف بکنن، عدالت محیط زیستی رو نادیده بگیرن و یادشون نباشه که توسعه پایدار چقدر مهمه و اینکه باید هر کاری که می‌خوایم انجام بدیم ارزیابی اثرات محیط زیستی رو انجام بدیم. و امیدوارم که خیلی از کسانی که این نمایشگاه عکس رو میبینن ببینن که اون دریاچه‌ای که یک روزگاری اینقدر باصفا بود الان به یک بیابان تبدیل شده که آثار منفیش میتونه میلیون ها نفر رو در بر بگیره. چقدر احیای دریاچه‌ها، حالا سوال علمی هم بکنم ازتون، احیای دریاچه‌ها سخت هست برای اینکه به دریاهای آزاد که راه ندارن بسته است؟ آیا اصلا میشه کاری کرد مثلا دریاچه ارومیه رو احیا کنیم؟ ببین، به روزگار اول اصلا نمیتونیم نزدیک کنیم. نکته دیگر این هست که آب‌های زیرزمینی اون منطقه بخشی از دست رفته. آب زیرزمینی با آب دریاچه باید یک تعادل داشته باشه. این تعادل که از بین بره، هر چقدر هم بارون بیاد اون بخشی از آب میره داخل زمین که بخواد اون رو سیراب بکنه. و نکته دیگر این که در اون محدوده شما نمک‌های زیادی دارین که آلوده هست به سمکش‌ها، به سم دفع آفت، کل اکوسیستمو کانفیکون می‌کنه و این اومده پاشیده شده رو زمین‌های کشاورزی منطقه. ذرات بسیار ریزتر با باد میره صدها کیلومتر دورتر و مردم رو مریض می‌کنه. در نتیجه ما دیگه یک اکوسیستم سالمی که قبلا داشتیم رو نخواهیم داشت. اما میتونیم کشاورزی اون منطقه رو تغییر بدیم، سعی کنیم یواش یواش آب زیرزمین رو مصرفش حداقل برسونیم، صدها رو باز بکنیم، بذاریم آب روان بشه و به جای تخریب محیط زیست بیایم فکر کنیم که چگونه این میزان تخریب رو متوقف بکنیم، آروم آروم احیاش بکنیم. می توانیم تا حدی احیا بکنیم، اما اگر اون کارو نکنیم تبریز و شهرهای اطراف دیگه جایی برای سکونت نخواهند بود و
بعضی معتقدن تا 14 حتی 20 میلیون نفر تحت تاثیر آلودگی های ناشی از دریاچه خواهند بود. میدونی بدبختی چیه؟ در نظام جمهوری اسلامی محیط زیست هم موضوع سیاسی و امنیتی، یعنی اینطوری نیستش که بگیم خیلی خب محیط زیست دیگه حجاب و آزادی بیان و آزادی سیاسی نیست، یه ذره اجازه بدن کارشناسا وارد عمل بشن. دیدیم دیگه بارها کارشناسان و کسانی که متخصص این موضوع بودن واسه کردن به پروژه های امنیتی، حبسای طولانی، در مواردی جانشون رو از دست دادن کارشناسان. و متاسفانه یکیشون شهروند ایرانی کانادایی بود، کاووس سید امامی، یک استاد دانشگاه که از کانادا برگشت ایران و در ایران دستگیر شد، بردنش به زندان و جانش رو از دست داد. متاسفانه شرایط سخته، اما ایرانیان کانادا، ایرانیان آمریکا میدونن که چطوری میتونن مثل اون داستان توتی و بازرگان بعضی از راه‌های احیا رو به اون کسانی که در قفس هستن منتقل کنن. با امیدوارم اینجوری بشه. چقدر فکر می‌کنی؟ نمی‌دونم، تورنتو زیاد اومدی نه؟ من اینجا زندگی می‌کردم. اونجا زندگی می‌کردی. شما چقدر... خوش آمدید به تورنتو. خیلی ممنونم از شما. منم اینجا البته زیاد میرم و میام معمولا، ولی آخر هفته است کوتاس برام، نمی‌تونم بگم تجربه خیلی دقیقی دارم. چقدر فکر می‌کنی تورنتو در مقایسه با شهرهای مهم دیگر در ایالات متحده مثل لس آنجلس و نیویورک و واشنگتن دی سی و هومش آینه دقیق‌تر و روشن‌تری از ایرانی‌ها؟ به دو ترتیب هست. یکی اولا بخش دانش آموخته ایران خیلی بیشتر اومدن تورنتو، چون رفت آمد راحت تر بود برای اونه که میخواستن درس بخونن، ادامه تحصیل بدن. اما از طرف دیگر اون بخش دوزیست جامعه ایرانی هم هستن که در ایران ثروت اندوزی میکنن، در اینجا هم ثروت اندوزی میکنن و هیچ نظارتی هم برشون نمیشه. اونا رو هم اینجا داریم که متاسفانه دولت کانادا در مقابل این سیل پولی که وارد کانادا شده خیلی کم مقاومت کرده. اما اون بخش تحصیل کرده‌ای که تونسته موثر باشه و در جامعه کانادایی خودش رو نشون بده، اونها هم خیلی موثر بودن. این حالا اصطلاحی که شما استفاده کردید دوزیست، نمیدونم چقدر اصطلاح دقیقی باشه، ولی خیلی عیانه توی تورنتو. تیپایی که مثلا می‌بینی این میتونه الان در تهران مثلا با یه بخشی از حکومت کار بکنه. و اینش جالبه دیگه، مثلا تو اروپا کمتر میبینی، تو ایالات متحده که تقریبا نمیبینی، ولی اینجا خیلی زیاد هستن چهرهایی که خیلی هم نگران هم نیستن، مخفی هم نمیکنن نزدیکیشون رو به حکومت. نه، وقتی طرف خونه رو میتونه معاوضه بکنه با خونه در تهران، در اینجا خونه بخره و راحت زندگی کنه و کسی عملا پرسجو نکنه که چه جوری این معامله انجام گرفته، خیالش هم راحته. تا چند مدت پیش بعضی از کارت بانک های ایرانی رو در اینجا دیده بودن که استفاده می کردن در همین صرافی ها. خب این یعنی که دولت کانادا انگار خیلی راحته در مقابل این داستان. این یک مشکلی است که خب وقتی طرف حساب میکنه هم در ایران میتونه راحت چنین زندگی کنه، هم در اینجا، خب در اینجا زندگی میکنه که آب هم داره، خوشسالی هم نیست. ولی تبدیل به یک موضوع امنیتی هم برای کانادا شده، چون این مثلا پولهای کثیفی که در مواردی وارد کانادا میشه فقط این نیستش که فرض کن مثلا یک اولیگارشی در یک کشور اقماری روسیه یک کسب و کاری داشته که منبع اصلیش خیلی روشن نیست و پولش رو حالا آورده کانادا، اینجا مشکلات امنیتی ایجاد میکنه، تهدید امنیتی داره ایجاد میکنه. شما در نظر بگیرید که از دستیاران آقای سلیمانی، رئیس فرمانده سابق سپاه قدس، در اینجا زندگی میکرد و بعد برگشت ایران، استاندار شد و وزیر شد، وزیر سمت شد در ایران. شما کسانی در اینجا دارید که سمت‌های مختلفی داشتن و اینجا دارن راحت رفت و آمد میکنن. به نظر میاد که باید که تغییر اتفاق بیفته و مجلس فعلی هنوز در قبالش کوتاه اومده. ولی برای ماهایی که داریم نظاره میکنیم شرایط ایران رو، همطور که پیشترم گفتم، یک آینه دقیق‌تریه دیگه این رو که میبینیم. تهران توه. به لس آنجلس هم میگن تهران جلس. آره. ولی تهران جلس مثلا دهه 70 لس آنجلس میشدن. این الان خیلی بروزتر آپدیت شده است. چه حالا به جز اینا که گفتم چه تفاوت‌های دیگری، چون اینجا هم زندگی کردی، بالاخره این فستیوال هم در تورنتو هست، این شهر هم مهمه که به نظرم معرفی بشه به بیننده هامون، چه تفاوتی بین جامعه ایرانی تورنتو می‌بینی با جامعه ایرانی در ایالات متحده؟ جامعه ایرانی تورنتو تونست جشنواره به این خوبی رو شکل بده. چرا تو آمریکا نشده؟ به نظر میاد بعضی از ایرانیای سیاسی، جمع جبری دو تا ایرانی سیاسی بشه منهای یک در لس آنجلس، اما در اینجا نشون دادن که یک به اضافه یک بزرگتر از یک میشه در اینجا. خب این نکته مثبتی است که به نظر میاد ناشی از اون دانش بنیان بودن بخشی از جمعیتی است که اینجا اومده. اونجا هم آدمای دانشمندی داریم، اما آنچنان نتونستن موثر باشن از نظر علمی در اون محدود، وگرنه بعضی از بهترین دانشمندان و مهمترین دانشمندان ایرانی در کالیفرنیا زندگی میکردن، ولی ادغام شدن خیلیشون تو جامعه آمریکا. فیروز نادری یکی از اونها بود. درسته. یادش گرامی، ممنونم از شما نیکانگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب و محیط زیست اینجا. خوشحالم که در تورنتو شهر قدیمی شما رو دوباره ملاقات کردم. ممنونم.
بیننده ویژه برنامه 24 هستید از روبروی دریاچه آنتاریو اینجا در شهر تورنتو برای پوشش جشنواره تیرگان. اجازه بدید دوباره بریم سراغ همکارم بردیا افشین که در خود محل برگزاری این جشنواره به ما پیوسته. بردیا، چه داره میگذره اونجا؟ اینجوری بگم که الان میتونیم باور کنیم که این جشنواره چند روزه رسما داره آغاز میشه. تا ساعتی پیش اونقدر پرشور و هیجان نبود، حتی با اینکه یک شروع تقریبا رویایی داشت دیشب با اون کنسرت افتتاحیه رستا که دورتر از اینجا که من وایستادم چند ساعت قدم دورتر اونجا برگزار شده بود. و الان اگه ببینید در سمت راست من این غرفه‌ای که همیشه حضور دارن، بخشی از این در واقع بخش جدا نشدنی این جشنواره، من همیشه هم حضورشون ممکنه خیلی اون حضور عادی تصور کنن، اما حضور پررنگی به هر حال مثلا در این غرفه ها نه فقط از غذای ایرانی، نه فقط از خوراکی آشامیدنی ایرانی میشه دید که درش صنایع دستی ایرانی هست. من مثلا غرفه هایی دیدم که جوانای نسل دومی کانادایی تلاش کرده بودن که بتونن هنر و طراحی مناطق بومی و محلی ایرانی رو بتونن اینجا عرضه کنن. و خب این غرفه ها خصوصا مشتریشون غیر ایرانی ها هستن بیشتر. و در این حال شاید این سر و صدا هم پشت سر من بشنوی که در من بین دو تا در واقع صحنه اصلی اجراهای موسیقایی امشب در اینجا در کنار بندرگاه قرار گرفتم و همه این گروهایی که قرار رو روی صحنه برن الان دارن خودشون رو آماده میکنن، تست صدا میکنن. اینجا این پشت من معروف به صحنه یا استیج در میانه پارک در وسط این بندرگاه کنار دریچه اونتاریو تورنتو قرار داره، محل اصلی برگزاری مراسم تیرگان. خب دورتر هم همونجوری که قبلا گفتم کیهان کلهور در ساختمان کنسرواتوار موسیقی تورنتو اجرا میکنه، اما فقط اجراهای موسیقایی نیستن. ما میدونیم که در سالن‌های بسته این مجموعه فرهنگی بندرگاه تورنتو اجراهای در واقع نمایش هنرهای نمایشی اجرا خواهد شد. و همینطور همونجوری که در صحبتات اشاره کردی اون نمایشگاه ویژه عکسی که اینجا برگزار میشه دورتر از من در این ساختمان دربسته است با عنوان جام توهی، اون هم یکی از مجموعه نمایشگاهایی از هنرهای بصری که هنرهای بصری هم همواره در واقع عضو لاینفک این رویداد فرهنگی هنری بوده، جایی که هنرمندان مختلف ایرانی کانادایی، ایرانی آمریکای شمالی و یا ایرانی که داخل ایران فرصت داشتن که خودشون رو نشون بدن، آثار خودشون رو نشون بدن. ولی خب الان در بین این رویدادهای در واقع نمایشگاه بصری بعضیشون پیغام‌های روشنی دارن و بعضیشون روایتگر رویدادهای امروز ایرانن. و خب از اینا هم بگذاریم، من دور و برم می‌بینم که نسل جوان، نسل سومی کودک و نوجوان هم اینجا حضور دارن. و خب این نمایشگاه می‌دونیم تلاشش نه فقط اشاره به گذشته است که پیوند زدنش با آینده است و اینکه چگونه اون فرهنگ و اصالت‌های ایرانی رو می‌تونن همچنان حفظ کنن، نه فقط حفظ کنن، اطلاع بدن برای این نسل که به نظر میاد که استقبال هم میکنن. من خودم چندین در واقع جشنواره تیرگان اینجا بودم، چهرمان اینجا بودم و این رو دیدم و میتونم بگم که موفقه و در خانواده خودم این رو احساس کردم. بعد به چند تا از رویدادهایی که قراره در این چند روز اینجا اتفاق بیفته اشاره کردی، ولی میدونم که تعدادشون زیاد، اگه میتونی بیشتر به ما بگو که در روزهای پیش رو چه چیزهای دیگری قراره در این جشنواره اتفاق بیفته. فرداد، دو چیز بسیار چشمگیری که اینجا وجود داره، دو بزرگداشت فیروز نادری که درگذشت، دانشمند ایرانی که غیر منتظره بود درگذشتش. او اینجا چهار سال پیش در آخرین تیرگان تابستانی که اینجا برگزار شده بود حضور داشت و در مصاحبه با ما از تاکیدش بر این بود به امیدش به آینده و خب به او خواهند پرداخت و راه او در واقع گرامی داشته میشه و شاید هم اون راهی که او متصور بوده برای ایران هم راجبش بحث خواهد شد. ما امروز همونجایی که سمیران بهش تاکید کرد در یک رویداد جمعی در صحن دانشگاه تورنتو بسیاری از کارآفرینان ایرانی، کارآفرینان موفق در امر تکنولوژی بودند و یاد او رو گرامی داشتن و از این بحث کردن که چطور ایرانیان که اینجا هستند میتونن خصوصا این نسل موفق کارآفرینان در این عرصه
مؤسسه تک بتونن راههای همراه کنن برای اون نسل آینده. به غیر از این یادبود فیروز نادری، ما یادبود پرویز صیاد رو خواهیم داشت، هنرمند ایرانی که خب در اوج شکوفایی هنری خودش مجبور شد ایران رو ترک کنه. نیمه بیشتری از عمرش رو در 84 سالگی الان بیرون از ایران بوده، ولی این نیمه دومش هم پربار بوده و خب یاد او هم با حضور او در واقع گرامی داشته میشه و آثار او اینجا به نمایش در میاد، به خصوص دو فیلم کمتر دیده شده او که در دهه 80 میلادی یا 60 خورشیدی بعد از در واقع انقلاب 1357 در ایران ساخته شده اینجا به نمایش در آمد. فیلم سرحد که یه روایت است که ایران و کانادا و آمریکا درش دخیل بودن، و همینطور فیلم فرستاده که روایتگر در واقع مسائل سیاسی اون روزه به خصوص برای ایرانیان خارج از کشور. اما این رویداد همونجوری که گفتیم توجه ویژه‌ای داره به مسائل امروز ایرانی، مثل مثلا مسائل محیط زیستی. برگردیم به مسائل محیط زیستی، مثلا یک برنامه نمایشی برپا خواهد بود، کمان آتشین، که یک نمایش تعاملی است برای کودکان و با اشاره به آرش اساطیری مسائل روز در واقع محیط زیستی رو بررسی میکنن، با توجه به اینکه اونا میخوان که اون مخاطبانشون که جوانها کودکان خواهند بود مشارکت کنن. و اون جامعه توهی هم بگم نمایشگاه عکسی که دورتر برگزار میشه در واقع به تلاش آرش صفوی که یک در واقع گاه شماری از خوش شدن این دریاچه است. او عکسای مختلفی رو گرد آورده طی دهه‌های گذشته تا بتونه روایتگر این مصیبت اقلیمی باشه در ایران که ممکنه فردا فاجعه آمیزتر از امروز باشه، و خب این تلاشی است برای یادآوری این اتفاق فاجعه محیط زیستی. ممنونم از همکارم بردی افشین در داخل محوطه برگزاری جشنواره تیرگان. همچنان بیننده پوشش ویژه ما هستید از جشنواره تیرگان. اینو اشاره بکنم که همزمان با ایران اینترنشنال یک شبکه موقت دیگری هم راه اندازی شده به نام تیرگان ایران اینتل، که میتونید از طریق ماهواره اپلیکیشن ایران اینترنشنال و همطور وبسایت ما اون رو هم دنبال بکنید. این شبکه برای چند هفته در جریان خواهد بود. اگر بخشی از این فستیوال یا جشنواره رو از دست دادید میتونید کلیپ های اون رو بعداً در اون شبکه هم ببینید. بخشی از کمانچه نوازی دینا دوستی عضو گروه رستک در افتتاحیه جشنواره تیرگان رو با هم ببینیم. نادره شاملو مشاور ارشد پیشین بانک جهانی اینجا در فستیوال تیرگان به ما پیوسته. خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. یک نکته‌ای که برای من جالب توجه کرد در مورد این فستیوال تیرگان این همه شمول بودنشه، یعنی فقط یک موسیقی، اونم یک نوع خاص موسیقی نیست. مواردی هست در مورد همایش‌های سیاسی، همایش‌های فناوری مثل همونی که خودتون درش شرکت داشتید، آی بریج. چقدر این به نظرتون جذاب‌تر می‌کنه این جشنواره رو؟ خب ایرانی‌ها تو خیلی هیت‌های خیلی مختلفی واقعاً هم موفق بودن هم خیلی فعال هستن، و کاری که ما تو آی بریج داریم می‌کنیم و خیلی خوشحالم که با تیرگان همکار شدیم در این جریان برای دومین مرتبه هستش، اینه که خب ما این ایرانیایی که اینجا در کسب و کارهای مختلف، مخصوصاً کسب و کارهای خیلی نوآوری و تو فناوری هستن، رو دور هم جمع کردیم که یه تبادل نظری بشه، نه تنها از کانادا، نه تنها از تورنتو، بلکه از بقیه قسمت‌های دنیا
هم آوردیم از آمریکا، از اروپا، اینا هم اومدن و خب یه تبادل نظری میشه که چطوری ما بتونیم واقعا از این استعدادهایی که ایرانیا دارن در دیاسپورای خارج از ایران ما چطوری بتونیم به بهترین وجه استفاده بکنیم و هم دیگر رو سپورت بکنیم، هم دیگر رو میگم پشتیبانی بکنیم واسه هم دیگه که همه موفق بشن. ایرانی‌ها انصافا در آمریکای شمالی، چه در شمال کالیفرنیا، چه اینجا در کانادا، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، نقش پررنگی در فناوری دارن، به خصوص در آی تی. در ایران به خصوص فناوری و آی تی گره خورده به شکلی به مسائل سیاسی، برای اینکه راه ارتباطی ایرانیان داخل کشور جلو زدن یا جدا شدن از سانسور حکومتی، اینا همه وابسته است به این فناوری ها. چقدر فکر میکنه این نقش دیاسپورای ایرانی مهم هستش برای اینکه فناوری ها رو به شکلی توسعه بدن که به درد ایرانیان داخل کشور هم بخوره؟ خب ببینید، ما تا حد خیلی زیادی اینجا اکسس داریم، یا همین میتونیم دسترسی داریم. بله متشکرم. دسترسی داریم به بهترین های دنیا. مثلا امروز ما خانم انوشه انصاری رو داشتیم. خب خانم انوشه انصاری توی بوردی هستن که واقعا اون کسایی که دارن این قرن جدید رو دارن طراحی میکنن از لحاظ فناوری، خب توی برد ایشون هستن. من میگم آدم فقط لازمه یه پشه باشه روی دیوار اون برد که ببینه واقعا چی داره میگذره. یه همچین اشخاصی رو داریم ما در این شبکه‌ای که آی بریج به وجود آورده. و خب تا اونجایی که بشه اگه کسی به ما رجوع بکنه بگه مثلا من توی حالا مثلا برای اینکه این کار کارآفرینیمو بیشتر جلو ببرم احتیاج به همچین کمکی دارم، مثلا بیزنس پلنمون چطوری درست بکنیم، خلاص اینجور کمک‌ها رو میشه کرد. ولی متاسفانه به خاطر تحریمایی که هم از خارج از کشور به ایران تحمیل شده و هم خب محدودیت‌های خیلی زیادی که خود از تو داخل کشور رژیم داره به مردم محتمل میشه و اینا، ما نمیتونیم اونطور که باید و شاید بتونیم کمک بکنیم که اینجور استعدادها تو خود ایران تا اونجایی که میتونن ترقی بکنن. ولی خب انشالله یک راهی پیدا میشه دیگه. اونم راهش هم خیلی دشواره دیگه، بالانس پیچیده یه. نه چون میدونم همین نکته که شما بهش اشاره کردید، تحریم های بین المللی، محدودیت های داخل کشور، خیلی هاشون حالا در این سالهای اخیر به خصوص گفتن میخوان هدفمند باشن و فقط حکومت رو هدف قرار بدن. ولی خب بالاخره میدونیم ناخودآگاه تلفات غیر حکومتی هم داره دیگه بعضی از این تحریم ها، به خصوص در زمینه فناوری. بله خب ببینید، مثلا امروز که از صحبتایی که شد این که اگه مثلا میگم اگه یکی از ایرانیا که بخواد مثلا بره کشورهای اروپا بخواد مهاجرت بکنه، همون باز کردن یک حساب بانکی خیلی سخته. اصلا نمیخوام بگیم فقط تو حیطه فناوری، اصلا تو هر حیطه همون باز کردن حساب بانکی سخته، یا اینکه کارهای دیگه خیلی سخته. یعنی همون که از ایران اومدن بیرون همیشه با یک نگاه چی میگن suspicious، شما دو مرتبه لغتشو ببرید، با تردید و با بدبینی. شما خودتون به هر حال تو بانک جهانی کار کردین، الان لایه بالاتری در حد حکومت ها هست، ولی بالاخره کم و بیش با نظام بانکی جهانی آشنا ده. خیلی از این موارد الزاما اینطوری نیستش که قانونگذار به دنبال این بوده. بله. که مثلا ایرانی نتونه حساب باز بکنه، ولی HSBC نمیدونم استاندارد چارتر، بانکای دیگر اینجا در کانادا نگاه میکنه میبینه یه نفر تازه از ایران. بله. اومده، من اگر بخوام پیشینه این کاربر رو بخوام پیدا بکنم که از کجا اومده، پولش از کجا اومده، به درد سرش و بعد جریمه‌اش نمیارزه، ول میکنه. بله خب توی ایران ما یه مسئله خوبی داریم که مارگزیده از ریسمون سیاسی فید میترسه. از بس این بانک ها رو گرفتن جریمه کردن اینا، اینا دیگه بهترن که براشون خیلی سخته که باور بکنن که، یعنی که اصلا بخوان اون چیزای اون دیوارای تردیدشون بیارن پایین و بخوان کمک بکنن. در اصل اینجور موانع هستش. خب ولی میدونین کاری که ما تو آی بریج میخوایم بکنیم اینه که خیلی از ماها این راه ها رو رفتیم و اگه بشه اونایی که تازه از ایران میان، یا اینکه حالا خیلی هم هستن که اینجا هستن بزرگ شدن، اینجا میدونین نسل دوم و سوم اینا داریم ما الان، اینا حداقل دو مرتبه اون کارهایی که ما میکنیم از صفر دو مرتبه شروع نکنن، تا اونجایی که بشه مثلا بتونه آدم ایران کمک بکنه که تمام جامعه ایرانی بتونه بالا بره.
بی نهایت ممنونم از شما نادره شاملو، عضو پیشین ارشد بانک جهانی و الان بورد آی بریج. بسیار عالی. خب با اون تجربه درخشانتون در بانک جهانی مطمئنم که برای آی بریج هم سرمایه مهمی هستید. سپاسگزارم که تشریف آوردید. همچنان بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید از جشنواره تیرگان اینجا در تورنتو. باز هم بخش دیگر از اجرای رستاک رو در افتتاحیه جشنواره که دیشب برگزار شد با هم ببینید. تسلیمی کارآفرین همینجا به ما پیوسته. آقای تسلیمی، به تمرکز زیادی امروز من دیدم بوده روی آی بریج، کنفرانسی که در حاشیه همین جشنواره تیرگان برگزار شد. دو سه تا مصاحبه هم اونجا داشتیم از جمله با خانم انوشه انصاری که پیشتر پخش کردیم. به چقدر به نظرتون همایش‌های مثل این مهم هست برای جمع کردن هوش و ثروت و شبکه‌ای که ایرانیان دارن در بخش فناوری؟ به نظر من خیلی مهم از چندین نظر. اول از همه یه سپورت سیستم برای ایرانیایی که در رشته کارآفرینی هستن خارج از ایران و میتونیم به هم دیگه کمک بکنیم. و یکی از چیزهای دیگه هم، اتفاقهای دیگه هم که میفته وقتی یه تکنولوژی جدیدی میادش، ایران همیشه یا یه پرشن لنگویج عقب میفته. ما میتونیم یک اینسترومنت، یک وسیله باشیم که بتونیم فارسی هم وارد اون تکنولوژی بکنیم. مثلا الان چت جی پی تی و این اتفاقای لارج لنگویج مدل ها که داره میادش، اگر نگاه بکنید پارتیسیپیشن فارسی درش کمه. آره، اتفاقا همین پری روز چون به چت جی پی تی اشاره کردید، چت جی پی تی که حالا فارسی داشت ولی البته بیشتر به نظر میاد که انگلیسی فکر میکنه، فارسی ترجمه میکنه. بارد گوگل دو سه روز پیش اضافه کرد، اونم انصافا الان اول کار ضعیفه. یه دونه دیگه از کلاود نسبتا از ما بقیه قوی تره، ولی چون به هوش مصنوعی اشاره کردید و بحث داغ امروز هست، اینو میخوام ازتون بپرسم چقدر این آموزش ماشینی اون مرحله اولش مهم هست؟ چون در زبان انگلیسی خب داده های بی نهایت زیادی وجود داره و خود این آموزه ها میتونه خیلی قوی تر باشه. در مورد فارسی اینطوری نیست انصافا، یعنی آره یه سری داده های وجود داره ولی تمام کتب فارسی الزاما پی دی اف نیست یا به صورت دیجیتال نیستش که این ماشین لرنینگ بتونه بره و اونها رو بخونه. نه، این خیلی مهمه، برای اینکه اون دیتا که شما استفاده میکنی اینو یادآوری بکنی، اگر اون دیتا رو شما دستکاری بکنی اصلا ممکنه یه چیزای دیگه یاد بگیره و مثلا یه سوالی ازش بپرسی، اون سوال خیلی بایاسش خیلی یه طرف دیگه باشه. برای همین هم هست خیلی مهمه اون دیتای اولیه که شما استفاده میکنی یه دیتای کیوریتد، یه دیتایی که پیک کردین. مثلا اگه
حالا من چین مثلا مثال میگیرم، خب چین وقتی که اون دیتا رو میده اون بایس خودش هم میذاره تو اون دیتا، والا همین هم ممکنه مثلا ایران اتفاق بیفته، برای همین هم این خیلی مهمه که ما الان چیز باشیم، آگاه باشیم که این دیتا درسته. این نکته مهمی است که اشاره کردید. حالا بحث چین و ایران و کشورهای استبدادی یه نکته است، همینجا در غرب هم مثلا این فرهنگ PC یا پولیتیکال کورکتنس، یعنی که حرفی غلطی نزنیم، هم خیلی ها نگرانن که این هم ممکنه در هوش مصنوعی تاثیر داشته باشه، چون همین الان شما از چت جی پی تی ممکنه سوالی بپرسید که بگه این سوالی نیستش که مناسب باشه و من بخوام به شما جواب بدم. به نظر شما یا بعد رها کرد لزفر گذاشت هر کاری میخواد بکنه بکنه، یا باید یک نظارتی باشه روی اینا؟ ببینید این مثل اینترنته، شما اینترنت نمیتونی کنترل بکنی. الان هم بگی که مثلا نه اینو باید نظارتی کرد، با این نظارتی کی داره میکنه؟ شما هر کس رو نگاه بکنین اون خودش یه باعث داره. الان ایلان ماست اروپایی که در این زمینه سریع هست، سریع پرچم رو بالا میبرن، میگن نهادهای ناظر و رگولیتور ها کاملا. الان مثلا ایلان ماست داره X.AI درست کرده، میگه ما میخوایم روی حقیقت چیز بکنیم. متأ این حقیقت کیه؟ حقیقت ایلان ماسک یا حقیقت یکی دیگه است؟ این خیلی مهم میشه. به نظر من مشکل نظارت کردن به صورت لانگ ترم. خیلی بحثمون رفت سراغ هوش مصنوعی، چون بحث جذاب و داغی است این روزا، ازتون پرسیدم و شما هم صاحب نظر. چقدر فکر میکنید که در شرایط کنونی ایران با این مشکلاتی که وجود داره، سانسور، محدودیت ها، دو تا جامعه‌ای که از هم دور افتادن، این هوش مصنوعی میتونه راهگشا باشه برای ایرانی ها؟ به نظر من خیلی مهمه. الان هم نگاه بکنید مثلا وقتی اینترنت تو خاورمیانه، ایران مملکت دوم بود، اول اسرائیل بود بعد ایران آمد. میدونید ایرانی ها به این نحوی اینو وارد اون جامعه میکنن، به این نحوی ازش استفاده میکنن. این به نظر من خیلی مهمه و با سمین هم هست. به نظر ما که خارج هستیم میتونیم در این راه خیلی کمک بکنیم از طول هایی که هست. آیا این طول ها آماده میشه؟ آیا ایرانی ها رو هم وارد دیولپ کردن این تورها میکنن، مخصوصا راجع به زبان فارسی؟ سپاسگزارم از شما. فریدون تسلیمی، کارآفرین اینجا در تورنتو با ما. مرسی، خیلی متشکرم. همچنان بیننده برنامه 24 هستید در تورنتو برای پوشش ویژه جشنواره تیرگان. در این قسمت از برنامه اجازه بدید بخش دیگری از اجرای گروه رستاک در شب افتتاحیه جشنواره تیرگان رو با هم ببینید. قمشی، مجری رادیو و تهیه کننده پادکست، اینجا در جشنواره تیرگان به ما پیوسته. میدونم که شما در دنیای انگلیسی زبان به خصوص کانادا خیلی شناخته شده هستید، یکی از موفق‌ترین مجری رادیویی، سالها همه دنبالتون می‌کردن، ولی بی یک علاقه هم به زبان فارسی و جامعه ایرانی داری. الان میدونم یه پادکست جدید چند مدتی شروع کردی به اسم روک، خودم هم یه بار افتخار داشتم که در برنامه‌ت باشم، و میای اینجا در فستیوالی مثل تیرگان شرکت می‌کنی، و همونطور که الان خودت یکم پیش‌تر به من گفتی، تازه هم نیومدی، از همون اولش
پیش می اومدیم. خب اول اینکه بیشتر از علاقه است، خیلی اهل فرهنگ ایران هستم. اول از همه باید بگم خوش اومدی به کانادا. این وقتی که برنامه ما اومده بودی میگفتی که از بچگی آرزو داشتی که بری آمریکا. بله. ما هم میگفتم کانادا چی؟ یاد کانادا. حالا اومدی دیگه. Finally we have you here. Welcome to Canada. من ببین من یکی از اون بچه ها هستم که بیرون از ایران بزرگ شدم. لندن به دنیا اومدم. ولی پدرم خوزستانیه، هنوز فامیل دارم در اهواز و پدرم آبادان به دنیا آمد. مامانم هم آذری از تبریز، خیلی هم فامیل تهران دارم. یعنی خیلی یه اتچمنتی در تمام زندگی من داشتم به با ایران. وقتی که هم توی نرفتی هیچ وقت ایران؟ ولی رفتی یه دو دفعه رفتم، دو سالم بود، پنج سالم بود. الان دیگه کمی سخت شده من فرام ایران، ولی خیلی دوست دارم برم. خیلی هم خیلی دوست دارم ببینم داخل ایران مردم ایرانی های عزیز ببینم. حتی وقتی که برنامه توی تلویزیون و رادیو داشتم توی کانادا در انگلیسی حرف می‌زدم، میگفتم ایرانی ام، تا حتی که گفتن دیگه بس، هی میگی ایرانی هستی چرا میگه؟ چون که می‌خواستم فرهنگ ایران مردم ببینم و ببینن. و فکر می‌کنم که این فستیوال‌های مثل تیرگان خیلی معتقدم که باید سپورت بکنیم. که من فردا جان که فکر میکنم که راه یونیتی ایرانی ها، یونیتی میشه چی؟ اتحاد ایرانی ها، راه فرهنگیه. سیاستی نمیتونیم با هم مثل که کار کنیم. خب سیاست همه جا دنیا نشانش اختلاف دیگه، یعنی در آزادترین جوامع هم بالاخره سر سیاست آدم ها با هم اختلاف دارن. حالا ما که تاریخ و فرهنگ خیلی غنی هم در زمینه سیاسی نداریم. بله همین. و در این 10 ماه 12 ماه اخیر گذشته ما پیدا کردیم که واقعا سخت که ما هم بسازیم در سیاستی. ولی من فکر میکنم در فرهنگی، منم این برنامه رو که گفتی که شروع کردم الان 3.5 سال ما پیدا کردیم که مثلا وقتی که مثلا داریم when it comes to شعر، when it comes to موزیک، وقتی که مثلا داریم قضیه رقص، قضیه غذا، با هم هستیم. و اونطوری و اگر واسه اونا که بچه های که بیرون از ایران بزرگ شدن مثل من، ما جایی نداشتیم، ما فستیوالی نداشتیم که فرهنگ ایران ببینیم، سلبریت بکنیم، بشناسیم، یاد بگیریم. ایران اینترنشنال هم نبود. این 10 سال اخیر اینا اومدن. فستیوالای مثل تیرگان خیلی واجب بودن، واجب هستن که بچه های اینجا فرهنگ ببینن. خیلی نکته مهمی اشاره کردی، چون اتفاقا از مهمان پیشتر برنامه هم پرسیدم، مثلا خب به خصوص آمریکای شمالی میزبان فرهنگ ها و ملیت های زیادی هست. ایرلندی ها هستن، اسکاتلندی ها هستن، از اولش بریتانیایی ها زیاد بودن، ولی خب به مرور اینها ادغام میشن اینقدر در این فرهنگ کشور میزبان که ایرلندی ها ممکنه سالی یکی دو بار مراسمشون رو برگزار کنن یا ایتالیایی ها غذاشون رو جشن بگیرن، ولی دیگه دغدغه روزانه آن چیزی که در ایرلند یا ایتالیا داره اتفاق میفته رو ندارن. البته خب کشور اون هم دموکراتیکه، نمیشه مقایسه کرد داستانش رو با ایران. چقدر فکر می‌کنی فستیوالای اینچنینی مهم هست که الان که اینقدر گذشته از موج مهاجرت ایرانی ها بالای 4 دهه که بدونن که این فرهنگ چه هست، این زبان چه میگه، این شعر و ادبیاتش به چه شکلی هست، موسیقیش چطوری هست، که بتونن ارتباطشون رو حفظ کنن؟ خب همین میگم، الان از یه لحاظ الان واجب تره، چون که همه اینترنت دارن، همه یه چیزای نمیدونم چطوری میگی مزخرف میه توی اینترنت میبینم و نمیدونن چی از نظر ایرانی ها چی هست، کی ایرانی ها کی هستن. من فکر میکنم قصه های ایرانی، هیستوری ایران خیلی واجبه که ما یاد بگیریم. حتی ببین فردا، در انگلیسی غیر از یکی دو نفر که همه میشناسیم، عباس میلانی و اینا، کتاب های هیستوری ایران زیاد نیستن.
کتابای کلچر ایران الان دارن میان غذای ایران ایران این یه ترانزیشنی داریم میکنیم الان ترانزیشن بدم خیلی سخته یک تغییر شکل داریم میدیم الان در اونجا هستیم که خیلی هم خوشحال هستم که یه جایی مثل تورنتو الان بیشتر از مثلا 300 هزار نفر اینجا هستن یا 4000 ایرانی ها در این 10 سال اومدن اینجا ولی خیلی کار داریم که منم این برنامه که شروع کردیم از دو لحاظ سپرایز شدم یکی که ایرانی ها خود هیستوری خودشون رو نمیدونن من که نمیدونستم ولی دومی که هر جای دنیا شما هم حتی حتما اینه پیدا کردی ولی من در انگلیسی پیدا کردم که هر جای دنیا که باشیم رضا توی سیدنی استرالیا و فرناز و برلین و جیان و ترانتو یه چیزایی داریم که غیر از وقتی که از بیرون اومدیم از ایران غیر از سنمون غیر از سکسمون و اینا با هم کانکتد هستیم خیلی خیلی من امیدوارم بود که این باشه خیلی فارسی هم خیلی نه فارسی اینجا بودم دیگه ایران نبودم نه اتفاق همین فستیوال های این چنین اتفاقا واسه بچه های مثل تو که همینجا به دنیا اومدن فکر کنم خیلی مهمه که ارتباطشون رو بیشتر و مهمتر برقرار بکنن با داخل کشور اینو میخواستم ازت بپرسم که چقدر در این سالهایی که دنبال کردی گفتی از اوائلش هم بودی فستیوال تیرگان بزرگ و بزرگتر شده در مقایسه با اون اوائلش خیلی آخه شروع کرده بودیم اون اولین سال من اتفاقا مجری اوپنینگ نایت اولین سال بود مثلا فکر میکنم 200-300 people اینجا بودن خیلی کم یواش یواش بزرگ شد حالا هم جالبه که مثلا میگن او تیرگان برند بزرگی شده چون که خیلی هم بخت نمید برند به نظر مهمه برند میدونم ما ایرانی ها شاید با تجاری کردن فرهنگ یه ذره مشکل داشته باشیم ولی بالاخره فرهنگ هم یک محصول دیگه نه و اینو باید بسته‌بندی کرد و فروخ مثلا چه میدونم فرض کن فیلم‌های کره‌ای رو همه دنیا دنبالشن یا موسیقی پاپ کره‌ای چون اینو یک بسته کردن و اینو فروختن به ما بقیه دنیا چقدر فکر می‌کنی ایرانی‌ها تا حالا موفق عمل کردن در فروختن فرهنگشون تاریخشون موسیقیشون به جوامع میزبان خب خودت میدونی میخوای گس کنی من چی بگم ضعیف بودیم خیلی ضعیف بودیم خیلی حتی همدیگر وی اتک میکنیم میگی من فکر میکنم آخه خیلی فرهنگ خوبی داریم خیلی موزیک خوب شعرهای عالی و باید یا بگیم که ببینی بعضی وقتا من فکر میکنم کامیونیتی ایرانی ها یادشون میره که دنیای که ایرانی نیستن بلد نیستن ایرانا کی هستن ما باید یادشون بدیم ما باید بیایم تو این غذای ایرانی هستین نه که استریوتایپ درست کنیم ولی که تجاریش باید بکنیم که واقعا هم خیلی هم از این لحاظ من یعنی سخته که اینو بگم ولی خیلی کار خوبی نمی کنیم که ما بلد نیستیم شما حالا که این نتورک داری و نتورک های اینطوری من امیدوار هستم که فقط بحث های مثلا سیاستی نداشته باشیم ولی فرهنگ ایران به ایرانیان به همه نشون بدیم البته ما چون فارسی زبانیم خب بالاخره شاید اون تأثیری که اتفاقا کسانی مثل تو دارن به انگلیسی نداشته باشن چون تو شنونده و بیننده انگلیسی زبان هم داری که اون پل بزرگتری میتونه درست بکنه با جوامع میزبان ممنونم از تو خیلی ممنون که اومدی ژیان قمیشی مجری رادیو و پادکستر برنامه خودت سوپر استاریم خیلی ممنون مرسی ازم تشکر همچنان بیننده برنامه 24 هستید اینجا در تورنتو کانادا جشن تیرگان رو داریم پوشش میدیم دیروز مهرداد آریان نژاد در جریان برنامه افتتاحیه جشنواره تیرگان به 9 ماه اعتراض در ایران هم اشاره کرد و گفت این وضعیت در ایران پایدار نمیمونه ما امسال در شرایطی به پیشواز جشنواره تیرگان میرویم که ایرانیان در ایران و در سراسر جهان لحظات دشواری را سپری می کند. حدود 9 ماه از جنبش زن زندگی و آزادی با صدها کشته و زخمی و هزاران زندانی می گذرد
و مردم همچنان برای رسیدن به آزادی و برابری در حال تلاش و مبارزه با حکومتی سرکوبگر هستند که به بچه ها هم رحم نمی کند. چنین دورانی به ناگزیر پایدار نخواهد ماند و ملت ایران با تکیه بر فرهنگ و تاریخ خود که موجب پیوند و همدلی تمامی ایرانیان در سراسر جهان است، بدون تردید از آن عبور خواهد کرد. خجسته باد جشن تیرگان و زنده و پاینده باد ملت فرهنگ دوست ایران. همکارم سمیرا قراره دوباره اینجا به ما پیوسته. از اول برنامه آب رفتی؟ آب رفتم، دیدی بهت گفتم الان راضیم، الان قد واقعی ما معلومه. نه خب تلویزیون کلی کلک تصویری هم هست دیگه، میتونن بزنن. دارم میبینم این دور و بر مهمانان زیادی خب توی برنامه اومدن، ولی مهمانان زیادی هم میتونستن باشن که نیستن حالا، ولی خیلی آدمای تاثیرگذاری شرکت کردن در این جشنواره. همینطوره، آدمای سرشناس زیادی هستند. روز گذشته که فرشا قرمز بود، آقای پرویز صیاد حاضر بود. فردا شنبه قرار هست که مراسمی برای بزرگداشت آقای صیاد، فیلمساز برجسته از روشنفکران ایرانی، برگزار بشه. چند تا از فیلماش رو هم از جمله بن‌بست رو که با حضور درخشان میری آپیک اون فیلم رو ساخته، خود خانم آپیک هم اینجا هست، اون فیلم بن‌بست رو قرار نشون بدن، چندین فیلم دیگر هم نشون میدن. در واقع مراسمی برای پاسداشت دهه ها کارنامه کاری آقای صیاد هست. روز گذشتم در فرشا قرمز بود. ای کاش که امروز میتونستی باهاش صحبت بکنی. حالا امیدوارم که در این دو روز باقی مانده فرصتی مهیا بشه. آقای سولی هم حضور داشت، خواننده قدیمی هستن ظاهراً که او هم آمده بود. اونهایی که من در فرشا قرمز دیدم، همکار خودمون جمشید برزگر هم اینجاست. فرداد آدم‌های زیادی آمدند، یعنی در واقع همونطور که قبل‌تر هم با هم صحبت می‌کردیم، یک محلی شده، یک مکانی شده برای دور هم جمع شدن حالا چهره‌های سرشناس مخصوصاً از آمریکای شمالی و خب مردم دیگر که میان و از نزدیک صحبت می‌کنن و تو برنامه‌ها حاضرن. محمد تهیه‌کنندمون تو گوشم میگه که آقای برزگر همکارمون نیست، منظور همکار روزنامه‌نگار. همکار روزنامه‌نگار حتما که نباید ایران اینترنشنال باشه. آقای محمد، اینو می‌خواستم ازت بپرسم که مهمون قبلی من بهش اشاره کردم، ببین خیلی از این فرهنگ‌های دیگری که میان در کشورهای دیگر به خصوص اینجا آمریکای شمالی، جشنواره‌های مشابه دارن، فستیوال‌های مشابه دارن و این فرهنگ خودشونو معرفی می‌کنن، نه فقط حالا در اندازه بزرگی مثل تیرگان، به اشکال مختلف. ممکنه یک کسب و کار کوچکی باشه، یه رستوران ژاپنی باشه، یک نوازنده مثلا آرژانتینی باشه که فرهنگش رو معرفی میکنه. ایرانی‌ها خب با سختی‌های زیادی هم مهاجرت کردن، ولی چقدر به نظرت فستیوال‌های این چنین اتفاقات اینطوری مهم هستش که نه فقط ایرانی‌ها رو دور هم دیگه جمع بکنه، بلکه به این کشورهای میزبان و شهروندان دیگر هم نشون بده که این ملتی که اینجا زندگی می‌کنن چه چیزی برای عرضه دارن. همچنین البته در تورنتو فکر می‌کنم انقدر ایرانی‌ها زیادن و انقدر حضور چشمگیر و توی چشمی دارند که خب ملل دیگر، فرهنگ‌های دیگر تا حدودی فکر می‌کنم با این فرهنگ ایرانی آشنا هستند. اما همین جایی که ما هستیم، همین بندر تورنتو، ظاهراً اینجا رو به مراسم‌های مشابه دیگری هم شهرداری تورنتو میده. چند وقت پیش مثل اینکه مراسم مشابهی بوده برای کسانی که حالا از آسیای جنوب شرقی هستند، حالا صرفاً یک کشور خاص نه، ولی کسانی که با فرهنگ آسیای جنوب شرقی دارند، عین همین اتفاقی که برای تیرگان افتاده رو اینها اونجا برگزار کردند. آقای آریانژاد هم میگفت که خودشون مثلا هر دو سال یک بار یک تقاضایی میدن به شهرداری تورنتو که بتونن یه همچین مراسمی رو برگزار بکنن. و خب این مراسم چون مراسم فضای باز هست، یا مثلا کنسرت دیشب رستاک، اگرچه که بلیتی رو فروختن، ولی خب فضای باز بود و خیلی از این ور اون ور میتونستن تماشا بکنن. و من میدیدم که خیلی آدمهای غیر ایرانی اونجا جمع شده بودن، گوش میدادن به آهنگای مختلف، از مثلا کوچلا رستو سب میشم آذری زبان سوزناک رو رستاک داشت میخوند تا آهنگ کردی خیلی با انرژی. و اونی خب... که شما داشتید باش میرخصیدی کدوم بود؟ آهنگ آخرش آهنگ کردی بود، من الان دقیقا یادم نمیاد که کدوم آهنگشون بود، ولی آره خب خیلی ها جذب شدن، خیلی ها وایساده بودن نگاه میکردن. و قرار هستش که غرفه های غذا هم باشه، سمپل های غذا میدن. خب این هم میتونه رونق باز
بازاری داشته باشه برای کسایی که میان تقاضا میدن که این غرفه رو اجاره بکنند و هم خب ملیت‌های دیگر رو آشنا میکنه. البته که آشنا هستن، انقدر رستوران ایرانی اینجا زیاد هست. فرداد و فقط هم چلو کباب کوبیده نیست که مثلا در دی سی برای ما همون با من در واشنگتن با من غذای ایرانی عرضه میشه. اینجا مثلا چیزی شبیه ساندویچ هایدا میفروشن یا پیتزای مدل ایرانی میفروشن و خب اقوام مختلف آشنا هستن با این داستان. ولی خب اگر بخوام برگردم یه ذره بیا نگاه بکنیم به اتفاقات امروز و اون چیزی که فردا بعد انتظار داشته، تو یه دقیقه سوژه رو عوض کنم. تو یه دقیقه امروز کنفرانس آی بریجز بسیار مهم بود، خانم انصاری بود، حمایت از ایرانی هایی که استارتاپ دارن انجام میدن و با مشکلات و مضیقه های بسیار زیادی مواجه هستند از محوریت های از محوری برنامه های محوری کنفرانس امروز بود و فردا روز شنبه بزرگترین و مهمترین روزه برای تیرگان. خیلی برنامه متنوعی قرار برگزار بشه، از کنفرانس بگیر تا نمایشگاه های هنری تا همین بزرگداشت پرویز صیاد تا کتابخانی، نمایشگاه کتابی که با تینوش نظری فکر میکنم صحبت کردی و برنامه های مفصلی رو فردا برنامه‌ریزی کردم. فردا مهمترین و بزرگترین روز هست در ایونت تیرگان. ممنونم از تو سمیرا قرار همکارم اینجا در روبروی دریاچه آنتاریو در تورنتو و ما هم میرسیم به پایان ویژه برنامه امروز، برنامه 24. همطور که سمیرا هم اشاره کرد فردا هم برنامه های مفصل اینجا در جریان هست. برنامه فردا ما رو هم از دست ندید، ساعت 11 شب به وقت تهران.